بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 25 ماه دسامبر سال 2020 میلادی، برابر با 5 دی ماه 1399 و ایام کریسمس و رسیدن سال نو هست. ما هم آرزو میکنیم که شما بهترین ها رو داشته باشید در این روزها، در کنار خانواده، یا اگر هم به دلیل کرونا مجبور هستید دور باشید از خانواده، به وسیله این وسایل قرن 21 از طریق سکایپ، از طریق فیس تایم، از طریق واتساپ که کم هم نیستن تعدادشون، بتونید از حال و احوال یک دیگر با خبر باشید. امروز در قسمت دوم یا قسمت مهمانهای برنامه با خانم جوانی هستیم از سوئد و فکر کنم برنامه جالبی باشه، حسن ختام برنامه های امسال و حسن ختام برنامه امروز، تا از ایشون درباره اوضاع و احوال ایران، شرایط ایرانی ها در سوئد و حتی ماجرای ویروس کرونا رو جویا شویم. خانم مهرناز موسوی از سوئد با ما خواهند بود. شما هم در حین برنامه مثل همیشه میتونید از طریق فیسبوک سوالات خودتون رو بپرسید و دوستان لطف کنن جواب بدن یا نظرات شما رو بشنون. و اما یه خبر خوب دارم، این کتاب گویای خداسالاری و درماندگی آقای امیرحسین لادن لطف کردن. من بهشون گفتم که اگه شما لطف کنید برای افرادی که مثل من تنبل هستن برای خوندن کتاب و بیشتر وقت دارن برای شنیدن، مخصوصا موقعی که رانندگی میکنن اینها، لطف کنید این کتاب رو به صورت گویا درست کنید و ایشون و همکارانشون در اندیشکده آگاهی و شناخت این کار رو انجام دادن و به زودی شما خواهید داشت یا دسترسی پیدا میکنید به این کتاب. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم، خیلی ساده نوشتن و خیلی آدم میتونه ارتباط برقرار کنه، چون یکی از مشکلات ما این نتونستن ارتباط برقرار کردن. دیشب داشتم برنامه این آقای شهرام همایون بنده خدا رو میدیدم، با آب و تاب یه 7-8 نفری جمع کرده بود، صدا واقعا بد، افتضاح، من نمیدونم چه اجباری داره. بعد با همه این مشکلات، مثل که قبل از این که من برسم به اون جای برنامه، اینها داشتن با هم به اصطلاح جر و بحث میکردن که آقای شهرام همایون ازشون خواهش کرد بابا جر و بحث، و حتی این اصطلاح رو به کار برد که شخم زدن تاریخ رو، بعضی ها میگن شخ زدن قبرستان ها رو کنار بذارید و ببینید امروز اون وجوه مشترکی که داریم با همدیگه در اونها شریک هستیم، ازشون استفاده کنیم و ائتلاف کنیم. اجازه بدید من این برنامه رو روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم شیر کنم. میدونم برنامه رو من به جای 2:30 شروع کردم تا بتونیم امروز ما هم به جای 4:30 برنامه رو ببندیم و بریم. بالاخره کریسمس هست و همه با وجودی که گفتن مسافرت نکنید و نمیدونم دیدن خانواده ها نرید و اینها، ولی خب خیلی ها با همون خانواده هم که هستن و زندگی کردن، امروز یک برنامه های به اصطلاح فوق‌العاده‌ای دارن و دنبال اون هستن. من نوام یه ساعت پیش زنگ زد گفت چرا نمیای، گفتم میام بعد از برنامه حتما میام. حالا دیگه ما جواب اون وقتا جوابگوی پدر و مادر، بعد جوابگوی همسر، حالا دیگه باید جوابگوی نوه ها باشیم، فرزندا هم که یه دوره اونها هم حکومت کردن، خلاصه اینها همه میان حکومت میکنن و میرن و ما همونی که بودیم هستیم و خواهیم بود. اجازه بدیم من ببینم که اگه بشه این رو هم، بله گفتم که آهان تلویزیون مردم، بله این درست،
تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است، لطف کنید اگر امکانش براتون هست کمک کنید. آقای سعیدی چند روز پیش با ایشون صحبت کردم، ایشون هنوز در تلاش هستن که اگه بتونن اون برنامه‌ای رو که من بهشون پیشنهاد کردم، اینجوری بهتره که خودتون مستقل برنامه درست کنید، به تلویزیون مردم، به تلویزیون‌های دیگه بدید و اینجوری سکوی ارتباطی بزرگتری رو دارید اینا. ولی متاسفانه یه قسمت حرف من رو گوش ندادن، و اون قسمتی که فیسبوک الان ساده ترین هست برای داشتن برنامه، فیسبوک ساده ترین هست برای ضبط کردن برنامه. فیسبوک به شما اجازه میده که ضبط کنید، کسی نبینه، خودتون نگاه کنید، اگر پسندیدید اشکالی نداشت انجام بدید. خیلی ها نمیتونن در حضور دیگران صحبت کنن. حالا ما شانس آوردیم دبیر بودیم تو، من از 16 سالگی معلم بودم و میتونیم صحبت کنیم. خیلی ها برنامه وقتی که میخوان صحبت کنن، همین که کسی اینجا نیست و باید با دوربین صحبت کنن، یه حالت عجیبی داره و نمیتونن. پس از چند بار تمرین، که بهترین تمرینش اینه که شما تو آینه، یا اگه دوربین دارید بهترین تمرینش اینه که همین با دوربین و اینا چیز کنید. من دیروز این دوربین رو بعد از سالها پیدا کردم و آوردم، دیدم دوربین به این کوچولویی و ریزی بازم میشه ازش استفاده کرد، و از AV out یعنی آدیو ویدیو out، یه سیم بگیرم بدم به کامپیوتر و اینو که روشن میکنم به اصطلاح بتونم برنامه بذارم و اینها. که البته الان بهترین وسیله برای این کار باز این تلفن‌های سمارت فون هست، و اگر کسی هم احتیاج به کمک داشته باشه، ما بدونی که مبلغی رو بخوایم ازتون کمک میکنیم، راهتون میندازیم. و شما اگر دوست داشتید، اگر وجدان داشتید، به اندازه اون زمانی که ما کمکتون کردیم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. یادم سالها پیش این سعید بنده خدا گفته بود که اگر کسی احتیاج به کمک داره برای تعمیر کامپیوتر، ایشون این کار رو انجام میده، و اگه اون کارش درست شد بعد تلویزیون مردم رو حمایت کنه. اولین جایی که رفت یه آقایی یه کامپیوتر کهنه ای از بچه‌هاش گرفته بود و این براش درست کرد و راه انداخت و اینا، ولی بهش گفته بود که پدر جون این کامپیوتره برای ایمیل خوبه، برای ویدیو تماشا کردن و ارتباطات دیگه و اینها خوب نیست. خلاصه اون آقا هم وقت ایشون رو گرفته بود، به ما هم هیچ کمکی نکرد. دوباره برمیگردیم، کمک کمک کمک. صحبت از کتاب خداسالاری و درماندگی بود. اجازه بدید که بحثی داشته باشیم و از کتاب 2020 The Fall of Ayatollah Constitution. این کتاب رو آقای سهراب چمنارا چند مدت پیش نوشته بودن، لطف کردن برای تلویزیون مردم هم فرستادن، ما هم در برنامه ها نشون دادیم، حتی یه آگهی هم بود که پروموت میکردیم و اینها. و آقای چمنارا تمام کتاباشو مجانی روی وبسایت خودش گذاشته. هفته پیش من به شوخی گفتم که آها خیلی هم قشنگ از این چی میگن به اینایی که سر کتاب میگن چی میگن، ولی نمیدونم چرا این همه، یا شاید من ورداشتم مالو کتابای دیگر رو. معمولا وقتی میخونید بعدن جایی که خوندید اینو میذارید یادداشت میکنید، من برگا رو به اصطلاح دلا میکنم که ببینم تا کجا خوندم. اون وقتا بعضیا یه تیکه روبان خیلی قشنگی بود به کتابا آویزون بود، اونو میذاشتن. در هر صورت اونی که بخواد بخونه میدونه ماکسیمم یه جایی مینویسه تا صفحه چند خونده و اینها. و اما بیایم، من فکر کنم اینجا یک اشتباه کوچولو انجام دادم و این رو، نه درست، اون قسمتی که فکر میکردم اون هم هست. اگه دوستان هم لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون شیر کنن، ما ممنون میشیم. شما فکر نکنید که مثلا 5 نفر باهاتون دوست هستن، میبینید یکی از اون 5 نفر توی یه جایی که 10-20 هزار نفر هستن به اصطلاح
توی یک گروهی هست. اگه میبینید من امروز خیلی سفید و خوشگل و هنسام شدم، نه خیر، کیسه و لیف و صابون نزدم. یه دوستی یه لامپی به ما داده به نام کودا، نه خدا نه کودا، و این لامپ خیلی لامپ خوبیه، نه اینجا رو گرم میکنه، ضمناً کنترل داره. من الان میتونم مثلا اینو کنترل کنم نورش بشه اینقدر، که این بهش میگن به اصطلاح over exposed، یعنی دیگه زیاد شده، یا نورشو کم کنم اینقدر یا درجه درجه بالا ببرم. این لامپ بسیار خوبیه ولی خیلی هم ارزونه. اگه کسی بخواد استودیو را بندازه با LED هم هست، و یعنی نه گرما تولید میکنه نه برق آنچنانی مصرف میکنه. حسنش اینه که کنترل داره. شما وقتی میشینی اینجا، من بارها برای خودم اتفاق افتاده، با وجودی که دوتا لامپ بزرگ داشتیم و اینها، بلند میشی میری اونجا کمش میکنی میای میشینی دوباره یه چیزی عوض میشه، ولی این شما نشستی اگه آفتاب بیاد بیرون، آفتاب بره پایین، اینو میتونی با این کنترل کم و زیاد کنی. من الان برای شما این حالت 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا دیگه از این نورانی تر بشیم میشیم امام زمان، برش گردونیم به همون یک اولی. من فکر کنم از همش بهتره. من هیچ وقت از نور زیاد لذت نبردم، حتی در خیابون و رانندگی و اینها هم با نور زیاد میونم خوب نیست. مثلا ماشینایی که شیشه شون اینجوریه خیلی راحت نیستم. ماشینای قدیمی، جیپ یا اون کامیونا یا اون که شیشه شون عمودیه راحت ترم، شیشه های کوچیکتر راحت ترم. شما اگه تو ماشینی که هستید توی ماشین تاریک باشه، بیرونو بهتر و بیشتر میتونید ببینید. به همین خاطر من یه دفعه با یه دوستی از اینجا رفتم مریلند، شب بود، این انقدر نور پشت گیج ها و آمپر و داشبورد و اینا رو زیاد کرده بود که اصلا من بیرون رو نمیدیدم. آخر کار بهش گفتم شما میدونی که یه دکمه ای هم هست میتونی این نور رو بچرخونی کمش کنی؟ گفت نه من خبر نداشتم و خودم هم همیشه عاجز میشم. گفتم ای کاش من همون اول کار بهت گفته بودم. در هر صورت اینم از این ماجرا. برگردیم به کتاب 2020. پتیک هفته پیش نوشته بود که آقا سال 2020 تموم شد، به آقای چمنارا بگو که چی شد. ما هم برای آقای چمنارا فرستادیم اون نوشته رو. آقای چمنارا هم یکم ناراحت شد و گفت که آقا شماها فقط مسخره میکنید و کاری انجام نمیدید اینها. اینو داشته باشید. دو روز سه روز بعدش دیدم که در ایران آقای روحانی و دیگران مجلس حتی دارن صحبت از تغییر یا ترمیم قانون اساسی ایران میکنن. دیروز برای آقای چمنارا نوشتم شاید من و دوستان دیگه مثل آقای پتیک یه عذرخواهی به شما بدهکار باشیم. دوستان عذرخواهی کنید، کوچیک نمیشید، اتفاقا بزرگ میشید، راحت میشید. و بهشون گفتم که شاید ما باید صبر کنیم، شاید ما پیچ و خمها رو خوب وارد نیستیم. در هر صورت به نظر میرسه که آخوندها قانون اساسی خودشون رو هم الان قبول ندارن، متوجه شدن اشکالاتی درش هست و دنبال این هستن که تصحیح کنن. سعی میکنیم که یه گفتگویی هم با آقای چمنارا داشته باشیم. من امروز دعوت کرده بودم از خانم دکتر جیلانی که به اصطلاح مهمان برنامه باشن و ایشون کار داشت نتونست. گفتم خب میذاریم برای سال 2021 و سعی میکنیم این دوستان رو به ترتیب در سال 2021 داشته باشیم و برنامه ها بیشتر دوستانه تر باشه و بیشتر بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. در هر صورت راجع به تحمل و اینها اجازه بدید من از یه دوستی صحبت کنم که این دوست ما دقت نمیکنه من چی گذاشتم، چی نگذاشتم، چی نوشتم، چی ننوشتم، چون میدونه که من از ترامپ به شدت متنفرم. یعنی این رو یک آدم پست فطرت، شالاتان، دروغگوی، فاسد، کلاهبردار میدونم و به همه این دلیل ها حق دارم ازش متنفر باشم. ایشون هر موضوعی رو برمیگردونه و چون ایشون بدون دلیل، همونجوری که خیلی ها بدون دلیل شاه رو بت کردن، شاه رو خدا کردن، شاه رو پرستیدن، ایشون هم چون
ترامپ رو الان میپرسته، بدون دلیل به دوستان خودش هم حمله میکنه. من یه ویدیوی گذاشتم الانم به شما نشون میدم، خیلی هم ساده به فارسی نوشتم، این چون انگلیسیه نوشتم، اینها همه میدانستند، اینها همشون میدونستن. حالا ما اینها رو اون موقع حرفشون رو قبول کنیم یا الان؟ شما میدونی اگر یه روزی خدایی نکرده سر کارتون به دادگاه بکشه و توی دادگاه یه چیزی رو دروغ بگید، اون قاضی، اون دادستان که اونجا هست بر علیه شما، یا اون کسی که وکیل، اون کسی که شما رو برده اونجا، به قاضی میگه که این سربی مثلا یه بار دروغ گفت. حالا کسی که یه بار دروغ گفته دیگه ما از کجا بدونیم که الان دروغ نمیگه و میشه بهش اطمینان کرد؟ ببینید دوستان، این چقدر ساده است. یه ویدیوی نوشته همه اینها میدانستند ترامپ شارلاتان بود 2016 و قبلش، از زبان خودشان بشنوید. بذارید من صدای اینو براتون یکم زیادتر کنم، میکروفون اونا رو باز کنم. ما اینجا چندین میکروفون داریم. تا من پریشب زنگ زدم به کانال یک، یک خانمی اونجا گوشی رو برداشت که اصلا اینا رعایت رادیو تلویزیون و شما گوشی رو که برمیداری باید بگید که بفرمایید تلویزیون مثلا کانال یک، روزتون بخیر کانال یک، یه چیزی. میگه الو. میگم تلویزیون کانال یک. میگه الو. میگم I got wrong number or is this تلویزیون کانال یک فلان اینا. بگی بله بفرما بفرما. مثل که دم نخوراک داشت میخورد اون خانمه. خلاصه قرار شد به آقای همایون پیغام ما رو بده تا من اشکال برنامه های آقای همایون، اشکال اون برنامه های آقای آرش مشکات و اینها رو بگم. اونها زنگ نزدن. منم دیروز به خودم گفتم خب میگه ما برای شما، شما که اهمیت نمیدین برین دنبال کارتون. با هم بشنویم و ببینیم این افراد رو که بعدن شدن اینها کارچاخکنای ترامپ، از نماینده مجلس، از سناتور. این خانمه که هندی زاده است حتی توی اینجا میگه کارایی که ترامپ میکنه کارایی هست که من به فرزندانم توی مدرسه و توی کیندرگاردن، توی کودکستان میگم این کارا رو انجام ندید، این کارا بده. ولی همین رفت شد جزو دستگاه ترامپ، تا جایی هم به ترامپ نزدیک شد که شایعاتی در این باره بود، چون ترامپ زنبازه، شایعاتی در این باره بود که ترامپ باهاش رابطه جنسی برقرار کرده. ببینیم و بشنویم. I'm going to talk to the Trump supporters for a minute. I don't know who you are and I don't know why you like this guy. ببین خانم، این میگه من میخوام با طرفدارای ترامپ صحبت کنم، یعنی آقای لینزی گرام با شما داشته صحبت میکرده. میگه برای من مهم نیست که شما کی هستی، چی هستی و چی فکر میکنی. حالا ببین آقای لینزی گرام اون سال به شما چی گفته. اینم آقای تد کروز، کسیه که ترامپ گفت پدر این جک کندی رو کشته، کسیه که گفت زن این خیلی زشته، کسی که اصلا به این میگفت لایر تد، یعنی تد دروغگو. و این نماینده تگزاسه. حالا ببینید که سناتور، فکر کنم سناتور تگزاسه، و ببینید که چجوری بعدن با ترامپ نزدیک شده. یکی یکی اینا رو اون وقتشونشون میده و حالا من ساکت میشم دیگه، بعدشو خودتون متوجه میشید. انگلیسی همه شما بهتر از منه. اگرم نیست، امیدوارم یه دوستی اینو زیرنویس فارسی درست کنه تا ما بتونیم باز بذاریم. cannot tell the truth but he combines it with being a narcissist. A narcissist at a level I don't think this country's ever seen. And my concern is that he would grab up that power and really treat the country as sort of his little bully fiefdom. Donald Trump is everything I taught my children not to do in kindergarten. He's been exploiting working Americans for 40 years. He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot.
He says he's for the little guy, but he's actually built a lot of his businesses on the backs of the little guy. You know, Donald Trump the other day said that, it, quote, if he tells a soldier to commit a war crime, the soldier will just go do it. And I don't think Donald Trump has even read the Constitution, knows what's in the Constitution. A toxic mix of demagoguery and mean-spiritedness and nonsense. I just cannot support Donald Trump. Donald Trump is a delusional narcissist and an orange-faced windbag. Donald Trump is a con artist. He doesn't know the difference between truth and lies. He lies practically every word that comes out of his mouth. I think he's a kook. I think he's crazy. I think he's unfit for office. دوباره آخرش می‌نویسه که همه اینها می‌دونستن. یه سوربی اگه کمتونه دوتا شد. یه ضربان مثل بدی هست، میگه یکی کم بود دو شد. بله، خب این دوست ما که اصلا پایه و اساس و چیزای اولیه سوشال مدیا رو بلد نیست، و جالب اینه که به دیگران که بحث میکنه میگه خب شما نخوندید، شما نمیدونید. یعنی من خوندم میدونم. اگه ازشون سوال کنید آخرین چیزی که خوندید کی بوده، چی بوده، یا کلاس اول دوم کتاباش بوده، یا قصه حسین کرد شبستری بوده، یا موش و گربه بوده، که والا همونا رو اگه خونده بودن خیلی امروز میتونستن تو زندگی ازشون استفاده کنن. بعد یه چیزی دیگه هست، من اینو باز بهتون نشون میدم. اینجا ترامپ اگه یادتون باشه میگفت درست مثل آخوندا که میدونید اینایی که مذهبی هستن همه مشکلات شما و همه پیچیدگی‌های زندگی شما رو با یک جوابای ساده حل میکنن. چیزی که هست اونه، جواب اینه که میگه شما پول نداری، من درستش میکنم، عاقبت به خیرت میکنم، اینجور میکنم، اونجور میکنم. و فقط آدمای ساده لو، خوشباور، نعیف هستن که اینها رو باور میکنن. افراد دیگه ازش میپرسن آقا چجوری شما میخوای این کار رو بکنی؟ اینم یه برنامه دیگه است. نوشتم بالاش، معلوم نشد چرا همه مردان رئیس جمهور اول خوب و قابل احترام بودن، ولی مدتی بعد مغضوب شدن و به صورت پول سیاه در آمدن. میدونین که توی ایران وقتی به یک کسی میخواستن بگن خیلی پایین و اینها، میگفتن این دیگه ارزش پول سیاه رو هم نداره. پول سیاه رو به پول خرد میگفتن. آقای زمانیان سلام به شما، خیلی ممنون آقا از این نقاشی های قشنگی که میکشین و کانون آوا هم استفاده میکنه. من برای شما و خانوادتون سال خوبی رو آرزو میکنم. یکی از محاسن این در به در شدن و کشورهای مختلف رفتن اینه که ما چندین عید و اینها داریم. اتفاقا یه چیز جالبی حالا بهتون نشون بدم. قبل از ترامپ یکی از دوستان، این دیگه خیلی قاطی شد، اینجوری صبر کنید، یا میخواین فعلا ترامپ رو نشون بدیم بعدن اونو میاریم. کامرای 3 یادم باشه راجع به ما مسلمونا که جشنهای شب ژانویه و کریسمس و اینها رو بیشتر و با آب و تاب آب و تابدارتر از مسیحی‌ها و ارمنی‌ها و اینها میگیریم. اینو گوش کنید، ترامپ قول میداد که من آدمای خوبی میارم که میدونن چه کار کنن. تا امروز که 20 روز مونده که بله 25 5 روز اینجا 25 روز مونده به اینکه دفتر ریاست جمهوری رو ترک کنه یا بندازنش بیرون، تا امروز کابینش تکمیل نشده. همین دیروز و امروز رفته فلوریدا داره گلف بازی میکنه، وقتی که مردم آمریکا آخر این ماه خونه هاشون رو از دست میدن، میندازنشون بیرون، وقتی که آخر این هفته 14 میلیون بیکاری که حقوق میگرفتن، حقوق بیکاری و اینها، تأمینات اجتماعی و اینها رو از دست میدن، این آقا با اون عروسک زنده‌ای که خریده برداشته رفته فلوریدا
و گلف بازی میکنه. ضمن این که قرارداد به اصطلاح قانونی رو که اینجا گذروندن گفته بود من با این شرایط قبول میکنم، هفته 300 دلار و 600 دلار و اینا رو گفته بودن، بعد هم ریپابلیکن ها قبول کردن هم دموکرات ها. این چون آدم فاسدی شالاتن پدر سوخته ای هست، خانم گرامی گوش کن، این الان داره مردم رو سرکیسه میکنه، میاد تبلیغ میذاره برای اون نادان ها، برای اون ساده لوها که شما اگه میخواین من اینا رو درست کنم به من پول بدین، و باز داره پول جمع میکنه رفته گلف بازی میکنه. اون وقت وایت هاوس نوشته که ترامپ مشغول کار خستگی ناپذیر. خستگی ناپذیر وقتی میگن یعنی داره بیشتر از حد معمول کار میکنه. تا امروز بیش از 400 روز رفته گلف بازی کرده توی 4 سال، بیش از 400 روز. چه مخارج رو دست مردم آمریکا گذاشت برای این سفرهای الکی، زر رو زر هی بره فلوریدا و بیاد، بچهش و اینها 6 تا نوه داره، 5 تا بچه داره، نمیدونم اینها. بگذریم از همه این ماجراها، گفت من بهترین ها رو میارم. حالا شما گوش کنید، اگه آقای زمانیان من رو استخدام کنه، روز اول بیاد به همه بگه این سربی خیلی آدم خوبیه، آدم صادقیه، دستش پاکه، دزدی نمیکنه، 2 ماه دیگه سربی با این دعواشون بشه، بره سربی، یا این سربی رو اخراج کنه، بیاد بگه این سربی از اون پدر سوختای حرومزاده ها دزد بود، اینجوری بود اونجوری بود، مشتری ها من برد. شما خب میگی شاید درست بگی، ولی اگر آقای زمانیان 10 نفر رو استخدام کنه و برای همین 10 نفر همیشه وقتی میان قربون و صدقه و ناز و فدا، وقتی میرن اینا پدر سوخته ترین، میشه سازمان مجاهدین، میشه ترامپ، که دیگه اینا هیچ کس باورشون نمی کنه. اگه آقای زمانیان بدترین آدم هم بیاد براش کار کنه، وقتی رفت دزدی کنه بگه دزدی کرد، میگه برو آقای زمانیان تو همه رو هم گفتی دزدن. حالا بهش گوش کنید ببینید ترامپ چی میگه، یکی یکی درباره اینایی رو که استخدام کرد روز اول چی گفت، بعدن چی میگه. Jim Mattis is doing a great job. I'm not a big fan of General Mattis, as you know. John Kelly is one of the best people. I know John Kelly. He was with me. Didn't do a good job. John Bolton is doing a very good job. About the idiot John Bolton. I mean, he comes in and all he wants to do is go to war with everybody. If I listened to that idiot, we'd be right now in World War V. Well, I have a very good relationship, as you know, with Steve Bannon. Steve's been a friend of mine for a long time. I like Steve a lot, but I don't know this man. I guess Sloppy Steve brought him into the White House quite a bit, and it was one of those things. That's why Sloppy Steve is now looking for a job. I also want to thank Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen and Undersecretary Chris Krebs for being here. And they, too, have been working long and hard on this bill. John Kelly is one of the best people. He's a military man, but he loves doing this, which is chief of staff more than anything he's ever done. He's doing a great job. He will be here, in my opinion, for the entire 7 remaining years. I know John Kelly. He was with me. Didn't do a good job. Had no temperament. And ultimately, he was petered out. He was exhausted. He was sort of a tough guy. By the time he got eaten up in this world, it's a different world than he was used to, he was unable to function. خب میدونم. حتما شما میگید آقا ترامپ که دیگه باخت و گورش گم میکنه میره. ولی موضوع ترامپ نیست دوستان، موضوع من و شما هستیم، موضوع این دوستانی هست که کاسه از آشداختر شدن. اون وقتا میگفتن نمیدونم شام میبخشه، چی فتلیش یه چیزی میگفتن، فلانی نمیبخشه، اینا اینجوری شدن. آقا رئیس مجلس جمهوری خواه که زنش وزیر
و به خاطر حتی شغل زنش هم خیلی چاپلوسی از ترامپ میکرد، اون دیگه روزی که نماینده های روزی که به اصطلاح الکترال کالج گفتن جو بایدن برنده شده، گفت بله قانون آمریکاست برنده شده، همونم فوشش داد، بهش گفت خیلی زوده چرا ول کردی. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، این آقا در فکر کودتان، دوستان کودتا در آمریکا توسط کسی که خودش 4 سال همه سازمان ها دستش بود و میتونست نظارت خوبی داشته باشه، نظارت درستی داشته باشه. یکی نمیدونم اسمش کی بوده که یکی از شاه ها رو وقتی به ضرب گلوله میزنه میگن چرا کشتیش، میگه برای این، میگن بابا این که مسئول نبوده، میگه خب من برای همین کشتمش که مسئول نبود. یعنی ترامپ اگه شما میگید تقلب شده در آقای محبی عزیز، اگه شما فکر میکنید تقلب شده، باز باید فریادتون رو سر ترامپ بزنید، مردک چرا تو این 4 سال قانون رو عوض نکردی؟ به جای بری 400 مرتبه گلف بازی کنی قانون رو درست میکردی، مردک چرا نظارت کامل نکردید؟ ولی حالا بیایم تکنیکلی حرف بزنیم. شما فکر میکنید دموکرات‌ها تمام این سیستم رأی‌گیری 150 میلیون نفر، یه 80 خورده یه 70 خورده، همه اینها رو تقلب کردن؟ اون وقت اگه کسی یه تقلب به این بزرگی انجام داده، انقدر احمق بود که از همون اول نیومد بگه هی ترامپ 30 تا، این 50 تا، این 35 تا، این 55 تا، اومد گذاشت اولش ترامپ اون آرای مردمی که به گفته خود ترامپ رأیشون رو با نامه ندادن و وایستادن توی صف، ولی مردمی که گوش دادن دیدن سیستم درسته، الان یه جایی هست، کشورهایی هست که اصلا با اینترنت رأی گیری میکنن، با نامه سالها رأی گیری کردن، رفتن، خود بندم یکی از اونا بودم، نوشتیم نامه فرستادن، ما هم رأی دادیم، ولی این نامه ها رو بعد از رأی گیری حضوری میشمارن و این مردک به این نادان ها، به این کمدان ها، به این بیشعور ها میگه که من تا 12 شب برنده بودم، ولی 2 صبح یه دفعه دامپ کردن. اینجا کمپرسی وقتی یه چیزی رو میریزه میگن دامپ کردن، وقتی میرن توالت رفع حاجت میکنن میگه طرف رفت دامپ کرد. آخه رأی مردم رو دامپ کردن اونجا، رأیی که از چند روز قبلش، از 2 هفته 3 هفته قبلش پست آورده، گذاشته، بسته‌بندی کردن، نظارت کردن. دیدم یه آقایی، فکر کنم فامیلش هم متقی بود، بله شاه میبخشه، شاه قلی نمیبخشه، خیلی ممنون. آره این ضرب المثل خوبه، البته خیلی بهشون وابسته نباشید، بعضی وقتا ضرب المثل هست که همدیگر رو نفع میکنن، یعنی ضد و نقیض هستن. در هر صورت حالا قبل از اینم که بره مسافرت، دوباره ورداش به جای یه پیام یونیتی بده، یه پیام چیز بده، اول شروع کرد که خدا پسرش رو فرستاد روی کره زمین و اینجوری کنه و گناهان ما رو چیز کنه و فلان اینا، بعد شروع کرد دوباره درباره تقلب و اینا صحبت کرد که حالا ما هم تا اونجایی که بتونیم کاری میکنیم که این تقلبا به اصطلاح رأی‌گیری باطل بشه. یعنی چی؟ تنها رأیی که مونده کودتاست و همم نگرانند، چون این احمق اون جنرال 3 ستاره فلین رو هم به اصطلاح بخشید، اونم حالا میدونید اینا که از زندان میان بیرون و اینجوری وقتی بخشیده میشن تازه طلبکار هم میشن. در صورت باید صبر کنیم ببینیم چه خواهد شد. امروز ساعت 3 بعد از ظهر، الان 2:06 دقیقه، 54 دقیقه دیگه با هم میریم سوئد با یک خانم ایرانی، خانم جوانی به نام مهناز موسوی، یه 15 دقیقه نیم ساعتی صحبت خواهیم داشت، چون میدونید الان توی ایران ماجرای ویروس کرونا که اونا هم مثل ترامپ نتونستن درست هندل کنن و مردم هم گوش نمیدن و اینها، بعد الان ماجرای واکسین کرونا هم مسئله ساز شده، از اون ور پول ندارن.
از اون ور اگه پول داشته باشن میگن پول رو ما نمیتونیم جابجا کنیم، از اون ور میگن که خود مردم حتی سپاه بسیج اینا هم گفته که ما این ویروس هایی که از خارج میاد نمیزنیم، اینا رو قبول نداریم. که یکی باید بگه خب اگه اینا بده چرا به مردم میزنین، به سپاه و بسیج نمیزنین، شما هم شدین خودی و ناخودی، اگر خوبه چرا شما نمیزنین. و با مردم مصاحبه میکنه. دیدم یه هشتگ درست شده بود، این هشتگ و خشتگ و اینا ما آخرش نفهمیدیم چجوری، میدونیم روسیه با خشتگ طرف رو مسموم کرده بود. یه هشتگ درست شده بود، واکسن بخرید. بعد این تلویزیونای ایرانی دیگه خیلی جالبه، خودش تو خیابون با مردم صحبت میکنه، میگه شما خبر دارید واکسن، هشتگ واکسن بخرید؟ میگه بله. میگه خب حالا دولت اگه این واکسن آورد شما میزنید؟ میگه نه. یعنی منو درست میبره سال 88 که رأی من کو، میگفتیم شما رأی دادی؟ میگو نه. و تلویزیونای ایرانی هم به مردم گفتن در رأی گیری و اینها شرکت نکنید، فرداش اومدن گفتن رأی ها تقلب شده. درست عین این ترامپ احمق که به طرفدارای خودش گفت که انتخابات ممکنه ریگ باشه، تقلب کنن و اینجوری اونجوری شرکت نکنید، اینجوری شرکت نکنید. خیلی ها نرفتن، بعدم ممکنه خیلی ها دیگه تو اون روزه نتونستن برن رأی بدن. یعنی این حماقت تلویزیونای ایرانی درست مثل حماقت ترامپه. و ماشاءالله که چقدرم تلویزیون ایرانی داریم. یه چیز دیگه اومده بود به نام دیدی تی وی. ببخشید اینو میگم، اون وقتا به شوخی به هم دیگه میگفتن دیدی فلان اومدی فلان کار کنی فلان. الان دیگه آخر سالی ولش کن نمیگه. خب دوستان، آیا وضعیت آمریکا امروز بهتر از 4 سال قبل است؟ شما میدونید که من حتی به این دوستمون که روی فیسبوک گهگاهی برای من مینویسن جره دعوا میکنیم، بارها گفتم خانم آقا شما بیا تو برنامه صحبت کن، این چیه کل کل کنیم من و شما، نه شما قانع میشی نه من قانع میشم، اقلا تو برنامه صحبت کنیم که 2 روز بعدش یکی زنگ بزنه بگه آقای سوربی این خانمی که آمد صحبت کرد واقعا چقدر قشنگ منطقی گفت و من قانع شدم، یا بگه آقای سوربی چقدر خوب شد من تا امروز در بیخبری پی بردم و این حرف شما من رو آگاه کرد. این چیه با هم دیگه کل کل میکنیم؟ بریزید دور اون قسمت های کامنت های شخصی رو بریزید دور، و اگر خواستید من از طریق برنامه دارم حرفامو میزنم، شما بیان از طریق برنامه حرفتون رو بزنید، من از طریق صفحه مردم تیوی دارم حرفامو میزنم، شما بیان از طریق صفحه مردم تیوی حرفتون رو بزنید. خب آیا وضعیت شما یا وضعیت آمریکا امروز بهتر از 4 سال قبل هست؟ به این خانم دوست گرامی میگم ترامپ گفت دیوار میسازم که دیوار نساخت، حالا به بایدن میگن میسازی، گفته آقا دیوار کار نمیکنه، دیوار مات که قرون وسطا نیستیم که دیوار بسازیم. یا بعد اون دیوار چین میگه که دیوار چین رو ساختن همون موقع یه عده خیانت کردن، درا رو باز میکردن اونا رو راه میدادن و اشتباه کردن، دیوار ساختن ولی آدم نساختن که مأمور باشه. حالا شما مأمورات دم مرزن، اینا میان یه بشکه آب میگیره دستش 40 روز پیاده روی میکنه تا میاد میرسه اینجا. من بارها گفتم آقای محبی شما که طرفداری ترامپ هستی چمنای آپارتمانتو، من رفتم منزل ایشون، از اون بالا نگاه کن چمنای آپارتمانتو کی میزنه؟ حوزه میزنه، گونزالس میزنه، رادریگو میزنه، هیزوس میزنه. ترامپ میگه اینا رو بکنید بیرون، فردا شما باید بری چمن بزنی. فردا اگه شما بری چمن بزنی دیگه وقت نداری چلو کباب درست کنی بفروشی پول در بیاری، شما باید بری خونه اینو اونجا به اصطلاح چمن بزنی. آخه از عقلتون استفاده کنید. به یه نفر گفتم شما فکر میکنید اگه ترامپ پیروز بشه و این 4 سال ننگین در تاریخ آمریکا همین جوری ادامه پیدا کنه، رفتار آمریکایی‌ها با من و شما بهتر میشه یا بدتر؟ یکم مکس کرد، چون جوابش رو میدونم، بدتر میشه. این آتش خفته نژادپرستی زیر خاکستر بود،
همه میدونستن هست، ولی گرماش کسی رو اذیت نمیکرد، آتش کسی رو نمیسوزون. این مردک اومد فوت کرد این خاکسترا رو و این آتش رو آورده بالا. طرف را میفته میاد میگه که من سفیدم، من حاضر نیستم برم شغلم و یه جود، خودشونم میگن جود، یا یه کلیمی بگیره. میگن نگید جود بده، بگید کلیمی یا بگید یهودی. این احمق نمیدونه. بذارید من این عکس بهتون نشون بدم که خود ببینم میتونم یه عکس رو بذارمش اینجا. بله آمد پلیر دو. ببینید با فارسی هم نوشته، بذارید من نگهش دارم که تا زمانی که براتون میخونم باشدش. پیام عیسی مسیح به ایرانی ها: از تمام ایرانیانی که تولد من یهودی زاده اسرائیلی تبار که هیچ ربطی به آنان ندارد، با آنکه پرچم اسرائیل را با آتش میکشین، خواهان نابودی اسرائیل زمین سرزمین من و مردمان من هستید، ولی فقط برای فخر فروشی و کلاس گذاشتن درخت کریسمس در خانه هایتان تزیین و چراغانی میکنید، کمال تشکر و سپاسگزارم. اجرتون با آقا ابا عبدالله حسین. مسخره کرده این کسی که خارجی باشه، ایرانی باشه، دنبال ترامپ باشه، یعنی درست همین کسیه که بره ترامپ رو کمک کنه که اونها برگردن بزنن تو سرش، شب که خوابیدی بیان شیشه اتاق تو بشکنن، توی صف بانک که میری طرف بزنه جلوت بگه تو خارجی هستی برو عقب وایسا. و قولت میدم برای هر کدوم از ما یه همچین اتفاقاتی افتاده. من یه دفعه خودم تو بانک یه همچین اتفاقی افتاد، یه نفر بوق زد، اومدم پایین بهش گفتم که آقا من تا این ترانزکشن انجام نشه من که نمیتونم برم، اگه اشکالی داری تو برو عقب، برو تو دریشه اونوری. بعد به من گفت که برگرد برو همون کشوری که اومدی. بهش گفتم که خیلی ممنون، حتما این کارو میکنم، ولی من یه سوالی از شما دارم، شما از کدوم کشور آمدید؟ گفت من اینجا دنیا اومدم. گفتم پدرت از کجا اومده؟ فهمید من دارم کجا میرم. گفتم شما پدرت آوردتت اینجا، من خودم اومدم اینجا، من از جون خودم مایه گذاشتم، ریسک کردم، من یاد گرفتم قانون اساسی شما رو، خوندم، امتحان دادم. شما امتحان دادید؟ قول میدم شما قبول نشی. آخرش گفت من از شما عذر میخوام، من امروز عصبانی بودم. گفتم آخه این عصبانی بودن شما ممکنه من بیام بیرون شوتت کنم اگه منم مثل تو عصبانی باشم. هممونم اینجا هفتیرمون روی چیمونه؟ من که اصلا اجازه حمل اسلحه دارم که به اصطلاح توی جیبم باشه یا زیر کاپشن باشه کسی هم نبینه. تو ویرجینیا شما میتونی بری تو فروشگاه اسلحه بخری به شرطی که رو ماشینت ببیننش یا بذاری. دیدی بعضیا میذارن این پشت؟ اینا چیزی ندارن، قصد بدی ندارن، اینا گذاشتن که پلیس مردم بدونن این اسلحه داره و کمکم میکنه. خداییش اگه شما با من امشب بخوایم بریم دزدی، کدوم خونه رو میریم میزنیم؟ اگه بدونیم آقای زمانیان دو تا اسلحه پر اینجوری هم نشسته، نمیریم خونه زمانیان، میریم خونه آقای اکبری. اکبری هم شیرازی، میگه آقا اومدی میخوای چی بری؟ میگه اومدیم این قالی رو ببریم. میخوام من خودم کمکت میکنم، کمردرد نگیری، بذاری تو ماشین. این کمک میکنه. ولی به اون آقا گفتم ببین حواست باشه، من آدم کامی بودم، خونسردی بودم، یا امروز من خونسردم آمدم پایین باهات صحبت میکنم، یکی دیگه میبینی میاد پایین با اسلحه میاد پایین از تو شیشه ماشین شوتت میکنه و این کار انجام میشه تو آمریکا. حالا خانم گرامی اگه 4 سال دیگه این مرتکه هرزه، بابا فقط زنا که هرزه نیستن، حالا یک پیدا شده که بگیم کلینتون، بیل کلینتون هرزه بود، نمیدونم این هرزه بود، اگر این مردک هرزه 4 سال دیگه حکومت میکرد و با این روال پیش میرفت، شما فکر میکنید اون وقت به عنوان یک خارجی حقوقتون اینجا مساوی بود؟ همین الان با این کارهایی که اینا همه قبلا انجام دادن، 44 تا 43 تا چند تا، این 45 بود، 44 تا رئیس جمهور
انجام دادن هنوز اینجا حق کشی میشه، هنوز اینجا بچه های ما هر کدومشون توی مدرسه یه داستانی دارن که بهشون زور گفته شده به خاطر اینکه خارجی بودن، به خاطر اینکه اسمشون فامیلشون یه چیزی بوده که مثل اونا جان و اسمیت و نمیدونم هاوارد و اینا نبوده. آخر چیز انصاف داشته باشید، وجدان داشته باشید. چه خونها که ریخته شده. همین پریشب دوباره اینجا یه پلیسی که 19 سال تو پلیس کار کرده رفته یه خونه ای، طرف تلفن دستش بوده، تق 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 چند تا تیر زده کشتتش، بلا فاصله مرخصی بهش میدن برو خونه با حقوق. دیروز گفتن آقا یعنی چی مرخصی با حقوق؟ خب هر کی میخواد مرخصی بگیره بهش نمیدین، بره یه نفر بکشه بره مرخصی با حقوق، فوری حقوقشو قطع کردن، گفتن اصلا باید بره از اینجا بیرون. اینها جون دادن، خون دادن تا من و تو امروز میتونیم بیایم آمریکا، از آمریکا فوش به خون بدیم، از آمریکا به ایراد بگیریم، از آمریکا و شما به این سادگی میخوان همه اینو بدید دست یه آدمی که اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه، یه آدمی که مغزش بابا جورج بوش میگفتن سطح دانش زبان انگلیسیش قد بچه‌هایی هست که کلاس نهم هستن، یادتون باشه نه کلاس نهم ایرانی ها، اینجا بچه کلاس دیپلم داره میاد بیرون بلد نیست بنویسه، آمریکایی بلد نیست بنویسه. اون حالا ببین کلاس نهمش چند تا کلمه میدونه، میگفتن جورج بوش قد بچه‌های کلاس نهم میدونه، فرهنگ لغاتش لغات انگلیسیش اینه. حالا ما اومدیم یه نارسیسیست یه خودشیفته رو گذاشتیم اونجا، شما حاضری واقعا همسر شما حاضر شما رو یک ساعت با این آقا تنها بذاره؟ خب اگه نمیذاره شما حاضرین این آقا رو استخدام کنید برای کارتون، هر کاری که داشته باشید، هر شغلی که دارید، اداره، رستوران، تعمیرگاه، کسی که این همه آدم رو بدبخت کرده، کسی که خود این کسایی که حالا براش رفتن کار کردن قبلا گفته بودن این آدم سوء استفاده کنی هست، فاسد هست، این هست، اون هست. در صورت ببخشید که این آخرین برنامه رو باز با یه شخص کثیفی مثل ترامپ داریم کثیفش میکنیم، ولی آدم باید بدونه آقا این کوچک اگه رد میشی بوگند میگیری، حتی لباست بوگند میگیره، این ماشین اگه سوار میشی طرف سیگار کشیده توش، شما خونه هم که میری این بافت یا الیاف میگفتن، بافت و الیاف لباست هم بوی سیگار میگیره، موهات بوی سیگار میگیره، خب باید بدونی کجا داری میری. ترامپ این آدم کثیفه، ترامپ اون کوچه‌ایه که بو میده و شما به دیگرانم تازه توهین میکنی که چرا شما مثل من نیستید. خب بیاین به ما بگید امسال وضعتون بهتر از 4 سال پیشه؟ ما که تو ایران از فامیلمون، از پسرموی خودم میپرسم آقا شما که طرفدار ترامپ هستین وضعت بهتر از 4 سال پیشه؟ میگه نه ولی با آخوندا بده. میگم آقا کجا با آخوندا بده؟ یه فیلمی هست به نام یه مستنده که یه آقای جوونی درست کرده در رابطه با رابطه آمریکا با ایران از روز اول، از دوره ریگان، از بارها من تو برنامه گفتم برید اون فیلمو ببینید، اگه کسی هم میتونه اینجا پیداش کنه، با رفسنجانی و اینها نشون میده. رفسنجانی میگه آقای نمیدونم مکفارلن اومد اینجا ما خبر نداشتیم، ای گور پدر آدم دروغگو، تو هم شدی شاه و اطرافیانش که هایزر اومد اینجا ما خبر نداشتیم، اگه خبر نداشتید تازه باید زودتر اعدامتون کنن، چون چه کسی هستی که خبر نداری کی میاد تو مملکتت کی میره؟ میگه از ترامپ هر چی بگی کم گفتی. این آقای زمانیانم مثل من دل خونی داره از این مردک دیوانه. خب حالا یه خبر خوب، ولی نمیدونم حقیقتا این خبرها راست دروغ شایعه است، عکس از این ور اون ور میبرن یه چیزی میذارن زیرش، ولی بالاخره چیز بدی نیست، من براتون میخونم. نوشته به لطف دانشمند زن ایرانی، مردم دنیا باید کم کم با سرطان و شیمی درمانی خداحافظی کنند. برای نخستین بار در دنیا بهترین دارویی که تاکنون برای درمان سرطان ساخته شده را دانشمند زن ایرانی مقیم استرالیا ساخت. دکتر ندا میرزاده سرپرست علوم
فناوری ملبورن استرالیا است و در زمان طلایی سرطانش میتواند بدون آسیب زدن به سلول و درمان طلایی من گفتم چیه و درمان طلایی سرطانش میتواند بدون آسیب زدن به سلولهای سالم سلولهای سرطانی را از بین ببرد، به امید روزی که دیگر هیچ کس به خاطر سرطان نمیرد. واقعا افتخار بزرگی، غلط نوشته، افتخاری بزرگی برای ایران و بشریت است. این خبر خوش را به دست همه برسانی. خیلی ممنون. میگه که از آقای اکبری میگه خدا وکیلی تو مسنجر به خاطر ترامپ علنی به من فوش میدن. آقا میدونم این دوست ما اصلا ببخشید مثل خواهر منه از نزدیکی، از به اصطلاح محبت، ولی اینا وقتی میرسه پای ترامپ درست مثل شاه اللهیا که وقتی به شاه میرسه اگه به باباش فوش بده انقدر ناراحت نمیشه که به شاه مثلا یه چیزی گفتی درست تازه. نمیدونم چه مرضی افتاده به جونشون، واقعا این یه مرضیه. امیدوارم حالا بایدن و دولت و اینا بعدن یه بودجه بذارن اینا هم برن درمان بشن. البته بایدن داره با همون قرص آسپرین و مسکن اینا رو درمان میکنه، همین که هر روز بیان تو گوش من و شما بخونن که ما احتیاج داریم همدیگر رو دوست داشته باشیم، مهربون باشیم، احتیاج داریم با هم باشیم، یونایتد باشیم. آقای شهرام همایون یه روز یه سری نصیحت کرد به اینا، ببینید تلویزیون کانال یک چگونه شما رو جمع کرده و فلان، اینا اینجوری باشید اونجوری باشید، به زودی تلویزیون های دیگه با کمک عربستان میان این پنل ها رو کپی میزنن. یکی نیست با آقای شهرام همایون بگه آقا یه مش پیرپاتال آوردی، جوانترینش آقای کاوه آهنگریه، آوردی اونجا چه پنلی، چه یونیتی، چه همبستگی، چه ائتلافی، چه کار کردیم. بعد تازه جالب اینه تا گوشی رو داد به آقای فلانی که از پانیرانیست بود، چنان این آقای پانیرانیست شاه اللهی بود و به دیگران همه حمله کرد که اون آقایی که مال جبهه ملی بود زبونش بند اومد. به جای این که بگه آقا کمی انصاف داشته باشید، گفت چی دیگه این بیوجدانیه یه همچیزی. این برنامه ها رو نگاه کنید. یه دوستی من گفت آقای سوربی شما تنها کسی هستی که برنامه های دیگر رو تو برنامه‌ت تبلیغ میکنی. ببین وقتی به خودت اطمینان داری میگه آقا من این فیلم رو دیدم، خب حالا بره اونم نگاه کن، من این برنامه رو دیدم حالا بره اون نگاه کن. اون که میره نگاه میکنه دو حالت داره، یا میگه آقا این فیلم مزخرف بود، دوباره برمیگرده سوربی رو نگاه میکنه، یا میگه آهان از این به بعد با سوربی رو نگاه کنم ببینم این چه چیز دیگه ای دیده و به من پیشنهاد میکنه. بعدم حالا شما بری اونجا یه فیلمی نگاه کنی یا نری، اصلا به حال من یا تو زندگی من چه تأثیر و چه تغییری ایجاد میکنه. این چشم تنگی نظر تنگی اونهاست که 42 ساله میبینید تلویزیون ها بعضشون اینجوری و بعد دیدم همهشون دوباره شب یلدا گذاشتن، همهشون دارن آماده میشن برای کریسمس و نزدیک هم تازه هی به هم دیگه آقای علیرضا امیرقاسمی با هوتن و مایکل برنامه گذاشته بود، اول یکم دور نشسته بودن اون دوتا نزدیک هم، گفت برای که ما هر روز همدیگر رو میبینیم، قشنگ با افتخارم میان میگن. بعد اون یکی گفت حالا بیا بشین نزدیک، گفت آقا دور، گفت نه دیگه حالا که ما اوکی هستیم، انگار اوکی هست. این کریس کریسی رو ببینید، گاورنر مال نیوجرسی، گفت آقا من چندین ماه رعایت کردم، 4 روز رعایت نکردم، 4 روزی که رفتم توی کاخ سفید اونجا چون به من گفته بودن، اطمینان داده بودن که اینا تست کرونا میکنن، منم خیالم راحت بود. همون 4 روز گرفت و 7 روز رفت. میدونید اینایی که الان میرن دکتر میگه تا اگه سیمتم اگر علائمشو نداری برو خونه، فقط دور از دیگران باش، اون اوکیه، اون معمولیه، اون مثل فلوه. اونایی که حالشون بد میشه نمیتونن نفس بکشن، مثل نمونیا میشه، برعکسشون میکنن، یه لوله فلزی به این کلوفتی میکنن تو دهنشون، اون بیچاره ها رو بگو. آقای مانی خورسندی میگه تعطیلات سال نو خجسته باد. خیلی ممنون، ما هم امیدواریم برای شما و خانوادتون ایام خوبی باشه و ایام بهتری در سال 2021 داشته باشیم. خبرهایی که میاد به نظر سال 2021 همین شروعش با این به اصطلاح واکسن
کرونا باید بهتر باشه. البته از اون ور الان میدونید در انگلستان میگن این کرونا، این ویروس ها جهش میکنن و معمولی هم هست. میگه همینجوری که آدم ها میلیون ها سال، برای اونا که مذهبی هن نه اونا 6000 سال، میلیون ها سال هی به اصطلاح تکامل پیدا کردن، این ویروس ها و میکروبا و باکتری ها و اینها هم اونها هی عوض میشن. و دیدید حتی آنفولانزا هر سال میگه نمیدونم چیز امسالش اینه، واکسن امسالش اینه و بزنید. به خاطر همینه که هر سال باید بری واکسن بزنی، چون اون عوض میشه. اگه مثل دیفتری و نمیدونم فلان اینا بود، همون یه بار میزدی به اصطلاح چیز میشد. آقای مانی شما نظرت راجع به، حالا که شما کانادا هستین، حتما تو کانادا هم هستن افرادی که، چون این ترامپ واقعا مثل یه ویروس دنیا رو داشت میگرفت و من تعجب کردم که تو این 4 سال هیچ کس نیومد یه اخطاری بده به مردم که آقا اینم مثل یه اپیدمی داره همه جا رو میگیره، باید واکسن بر علیه ویروس ترامپ درست بشه. حالا ببینیم چیه واقعا، ایرانی ها چشونه که از دست آخوند، وقتا میگفتن از دست مار به افعی پناهنده شدن، یه چیز اینجوری بود که یعنی یه چیز بدتر، یا از چاله در اومدن افتادن تو چا. خب آقا خانم این 4 سال وقت داشت، همین الان که ورداشته زیر دریایی را بردن اونجا، ایرانیه که میگه خب خیلی بهتر اومدی نزدیک ما با تور ماهیگیری هم میگیریمت، مسخره میکنه. آقای آریانپور یه نوشته خیلی قشنگی درباره این زیر دریایی و کشتی و اینها مال اسرائیل و مال آمریکا که رفته اونجا نوشتن که ببینید این آخوندها مثل شاه نیستن بلندشن برن، چون شاه فکر میکنه الان یه کشوری یه چیزی بهش جا میده، اینا که میدونن هیچ که بهشون جا نمیده، پس وای میسن تا اونجایی که باید میجنگن، و اگه بخوان بجنگن نمیذارن شما بیاید پالایشگاه اینا رو بزنی، اونم میاد کشتی شما رو میزنه. و آمریکا دیگه الان قدرت فرستادن سرباز، خودشون میگن پوتین ندارن بذارن رو زمین، چون سالهاست که از طریق هوایی و جنگ و اینا میزنه و این جنگ ها اونجا کار نمیکنه. خلاصه آمریکا حالا ممکنه به خاطر همین برنامه‌ای که داره، آمریکا هم میخواد یه کاری انجام داده، میگن یه دیوونه یه سنگ میندازه تو چاه، 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. نزدیک به یک سال قبل این ترامپ دیوانه، اونم برای که میخواست کثافتکاری‌های اینجا رو بپوشونه، این قاسم سلیمانی رو زد کشت. الان قبل از اینکه اونا چیزی بگن، این خودش میگن چوبی که برمیداری سگ دوز فرار میکنه، یا چوبی که برمیداری دوز فرار میکنه، این خودش پیش پیش گفته چون نزدیک به چیز میشه ما بریم اونجا. بعد باز از طرفی میگن حتی حمله به این سفارت آمریکا چجوریه که این سفارت آمریکاست ولی یه نفر زخمی نشده و یه بدبخت عراقی زخمی شده، بعد 3 تا راکت روی راکت ها هم نوشته ساخت تهران، ساخت ایران. یعنی دیگه همینجوری که خیلی دموکرات ها احمقن، میان تقلب میکنن، وای میسن تا لحظه آخر همه رو عوض میکنن، بعدم جورجیا رو اینجوری میذارن 48-50 به جای اینکه قشنگ بکننش 52 و 48 راحت بشن، اونا هم احمقن که بزنن اونم سفارت آمریکا رو، اونم توی عراق، ولی با موشکی که روش نوشته ایران، نه یعنی این موشک رو بسابن رنگش کنن. خب خیلی هم ممنون. بله بهتون گفتم امروز ساعت 3 با خانم مهناز موسوی هستیم از سوئد که ایشون تجربه دارن درباره این کادرای درمان و اینها. میخوایم ببینیم، شما میدونید که یه آقای دکتری هم که سوئدی هستن، سوئدی ایرانی هستن، توی ایران آقای دکتر جلالی اگه اشتباه نکنم توی ایران الان زندانی هستن و به اصطلاح این مسئله اینهایی که دو ملیتی هستن یه موزل بزرگی شده. مثلا این زم بدبخت طرف نوشته بود آقا خیلی ساده لو بود، واقعا ساده لو بود، چون اگه کسی تو زندان آخوندا باشه بهش بگن شما بیا اینا رو بگو، ما میخوایم بعدا تو رو مبادله کنیم، این نباید اینقدر دانش اجتماعی داشته باشه که بگه منو که ایرانی هم شما میخوایم با کی مبادله کنی؟ 80 میلیون ایرانی دیگه هست،
معمولا کسی رو مبادله میکنن، طرف دو ملیتی، کانادایی آمریکایی، کانادایی ایرانی، آمریکایی ایرانی، با یه آمریکایی با یه کانادایی مبادلهش میکنه، همجوری که سالها این کار رو انجام دادن. و دوستان، مگه آمریکا همیشه نمیگفت ما با اونایی که به اصطلاح کیدنپ میکنن، آدم دزدی میکنن، معامله نمیکنیم؟ مگه چندین بار سر بیچاره ها رو جلو دوربین نبریدن، گفت ما نمیدیم پول، اگه امروز پول بدیم فردا اون میره دو نفر رو میگیره، اگه پول دو نفر رو بدیم فردا اون میره چهار نفر رو میگیره؟ که بگذریم هم دولت هم خانواده خیلی از اونا پشت پرده پول دادن و همون پولها باعث شد که اینها بیشتر بگیرن، بیشتر اسلحه داشته باشن. چرا پس آمریکا و کانادا و کشورهای دیگه میان این مبادلات رو انجام میدن؟ فلان زندانی رو به ما بده، ما فلان زندانی رو به شما میدیم. پس دروغ میگن. اگه دروغ میگن چرا شما اطمینان میکنید به اینها؟ و اگر شما یه دلیلی دارید برای اطمینان، آقا خانم بیا تو برنامه ما، مهمون ما باش، بنویسید، ایمیل بفرستید USA یا info@mardomtv.com. شما جزء اولین ها باشید که سال 2021 مهمان برنامه ما میشید. بیاین به ما بگید تو مغز شما چی میگذره که فکر میکنید تقلب شده، چی میگذره. آقا به اصطلاح دادستان کل کشور که مثل چی بگیم، اگه بگیم مثل سگ قلادش دست ترامپ بود، به سگ توهین شده. این گفت ما ندیدیم، دلیلی ندیدیم که تقلب شده. ولی یکی دو تا تقلب معمولا میشه، طرف یه نامه اومده برای مادرش، مادرش مرده بوده، این رفته فرستاده. یکی دو تا، ده تا، صد تا، ولی 155 میلیون، 155 میلیون. این که وقت دموکراته این پروگرام های دامینیون نمیدونم پروگرامینگ و اینا رو گذاشت و همه رو ردیف کرد که اونا بیان یه دفعه از یه ساعتی شروع کنن به این رای بدن، ولی از اول رای نده. خود این ببینید چقدر مسخره است. یعنی من ازتون سوال میکنم، از خودتون سوال کنید، ببینید این تو مغزتونه. کانادایی ها چه ایرانی چه غیر ایرانی هیچ وقت طرفدار ترامپ نبودن. مار قاشیه یا قایشه نوشتید شما، مار قایشه نوشتید. خب خیلی ممنون. زیردریایی آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس، وقتی که گفتم بیش از 400 روز رفته گلف بازی کرده و الان مردم آمریکا گرسنه هستن، ببینید چجوری تو صف وای میسن. خبرنگاره رفته بود خبر بده که اینا اومدن برای خوراک کریسمس، شروع کرد گریه کردن، نتونست گزارش رو تموم کنه. گفت من عذر میخوام، یکم بهم صبر بدید تا من حالم برگرده، که مردم آمریکا نباید برای ایام کریسمس تو صف خوراک وایسن. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا اینقدر الان برف اومده که سرما و برف و یخ و بارون و اینها بیداد میکنه. 328 هزار نفر تو آمریکا تا الان مردن. بیش از 19 میلیون نفر مبتلا هستن که جوابشون مثبته و این مردک رفته گلف بازی کنه. بله، 42 سال هیچ کاری نکرد، حالا مردم به انگلزاده ها امید بستن. بله سلام، من ساعت 9 منتظر تماس می‌نستم. خیلی هم خوب، بسیار عالی، ممنونم خانم مهرناز. به نظر میرسه خیلی هم مرتب هستن، ارگانایز هستن. ایشون نوشته که من ساعت 9 منتظرتون هستم و این هم از این. دوستان شما هم میتونید مهمان برنامه باشید، ولی بارها گفتم مهمان مثل نفس تازه است، ولی همین نفس تازه رو اگه خیلی نگه دارید شما رو مسموم میکنه، میشه CO2، گاز کربونیک و میکشتتون. مهمان میگن مثل ماهیه، هم از دیدنش لذت میبرید هم از خوردنش لذت میبرید، ولی اگه نگهش دارید میمیره، بوی گند میده. آمریکایی‌ها وقتی یه چیزی میخوان بگن خیلی به نظر مشکوک میان، میگن این اسم فیشیه، یعنی سیمز، و بوی ماهی میده. مجاهدین و سلطنت طلبها آویزون ترامپ شده بودند که آخوندها را براندازی کنند، ولی با اونها معامله کرد. بله، و این فیلمو اسمش هم یادم بودا،
خواستم از تلویزیون عکس بگیرم، بعد گفتم بابا دیگه این کی آدم میمونه، مستند مأموری هم چیزی که اون ماجرای اسلحه فروختن و اینها هست که حتی اسلحه هایی که به ایران فروخته بودن درست کار نمیکنه و خود من شاهد بودم بندر عباس، بهتون گفتم یه سری جیپایی اومد که ما تو ایران به اینا میگفتیم جیپ اسرائیلی و وقتی پرسیدیم گفتیم اینا چیه، گفتن اینا مال قبل از انقلاب بوده، اینا هم مال همون ماجرای ایران گیت بوده که اون آلی نورث، و این فیلم رو پیدا کنید، این آقایی که رفته برای درسش این تز رو این تحقیق رو انجام داده و کار بسیار قشنگیه، مستندی هست ایرانی روی یوتیوب من دیدم. راز من این عکس رو به شما نشون بدم که گفته بود شازده، یه عکسی بود که شازده چند مدت پیش لنگشو کرده بود هوا، داشته ورزش میکرده و اینها، اینو گذاشته بعد عکس آقازاده ها، چون یه آقازاده دیگه هم جدیدن اومده به نام سامتینگ جعفر قلی زاده که بهش خندانم میگن، گویا کاراته کارا و اینا بوده ولی از همون بچگی گوشوار تو گوشش کن و نمیدونم اینایی که با پدر مادرشون توی تربیت هم اشکال دارن، خلاصه بعد جدا شده رفته پناهنده شده نمیدونم هلند فلان، حالا میبینم تو تلویزیون های مختلف حتی با مسیح علی نژادم اومده بود صحبت میکرد. بذارید من این فولدر رو پیدا کنم، من نمیدونم چرا کامپیوتر ما روی دسکتاپش چیزها رو جابجا میکنه، فولدر یا پوشه که ما میگیم، اینا که دیگه باید باشه همین جایی که گذاشتیم، جابجا شده اون فولدر تودی رفته، من ببینم میتونم اینجا پیداش کنم. نه خلاصه یه عکسیه که این طرف عکس آها پیداش، بابا با همه بی نظمیمون یه نظم خاصی هم براش داریم، کپچر سلکت ایریا اینجا تا اینجا، اینه کامرای 3، میگه میشه شازده بود و لنگ هوا کرد، خانمش و دخترش گرفتن لنگشو کردن هوا، میشه آخوندزاده بود و در راه مبارزه اعدام شد، این ماجرای روح الله زمه. حالا این کاراته کاره میگن که به نظر میاد داره جایگزین یا جانشین روح الله زم میشه، حالا کجا میخواد جایگزین بشه، چه جنبشی درست شد. برنامه قبلی من رو حتما ببینید با آقای عیسی آزاده، میگه این پیرزن پیرمردای مال مجاهدین رو آوردن، یه مش کامپیوتر کهنه ای رو تو آلبانی گرفتن گذاشتن و به اینا میگن با اسمای مختلف صفحات مختلف درست کنید، بعد میگه به اینا جایزه میدن، میگن هر چی شما بیشتر دوست پیدا کنی، مثلا تو میشی سرلشکر، تو میشی تیمسار فلان اینا، و این میگه حالا من نمیدونم با این لشکر و اینای مجازی اینا میخوان چیکار کنن، و اینا نفهمیدن خب همینجوری که تو قلابی هستی به اسم یه زنی با عکس یه زنی رفتی مثلا 4 نفر پیدا کردی، اون 4 تا ممکنه قلابی باشن، و بعد تازه اونایی که حقیقی بودن 30-40 سال با شما بودن چه کردید که شما حالا میخوان ارتش مجازی را بندازید. حالا آقای قلی زاده اگه کسی لینکی ازش داره بفرسته ما به اصطلاح عکسش نشون بدیم، آقای قلی زاده میخواد بیاد چیکار کنه، جای زم رو بگیره، یه وقت میگه که سیستمای خوب اینجوری کار میکنه که به اصطلاح همه چی دست یه نفر نیست، وقتی یه نفر از بین میره اون دپوتیش جانشینش معاونش اون میاد بالا، یعنی این دستگاه کار میکنه نه شخص. ولی دیدید مثلا تو ایران میگن شاه که رفت ایران، خب ای خاک بر سر چنین ملتی که 35 میلیون بگن ما هیچیم، فقط اون مغز بود، کسی که نتونسته بود دیپلم بگیره، کسی که تا امروز خدا رحمت کنه خانم نیر ایروانی هم فوت شد رفت ولی این نتونست بره از اون مدرسه چیه روزه است چیه توی سوئیس برگه دیپلم آقای شاه رو بگیره، این مدارسی که اسم بچه ها رو عکس بچه ها رو توی کتاب های هر سال چاپ میکنن، ببینید حالا چقدر سیستم پهلوی پول داده به اونا که هیچ اثری از اینا نیست. و اگه نگاه کنید ترامپ هم همین کار کرد، ترامپ هم همین دانشگاهی هم که باباش پول داده بوده و مدرسه ای که و دختر خواهرش دختر برادرش اومد گفت این
پول میداده به دیگران برن جاش امتحان بدن. و الان نامه از وکیل و تهدید و اینها، اینا هم نمیذارن چی های ترامپ، در صورت که همه اینا پابلیک اینفورمیشن های عمومیه. خب یه چند تا عکس دیگه بهتون نشون بدم. دوستان دیدید که خیلی از ایرانی ها دلشون میخواد بیان آمریکا و اینها. یک آقایی نوشته بود که عاقبت مردهایی که با زنهاشون تفاهم ندارن، ولی یه نفر دیگه اومده بود اینو گذاشته بود، نوشته بود والا بلا خارج هیچ خبری نیست. حالا اینم نگاه کنید، هم روز جمعه است هم آخرین برنامه امسال دیگه، حالا خودتون هر جوری خواستید تعبیر و تفسیر کنید. و دوستان توی همین آمریکا هنوز این چوبا رو میفروشن، حتی تو فروشگاه دانشگاه ها این چوبا رو میفروشن، چوبایی که اگه من و شما ممکنه بابامون دست به کمربند میزد، ولی مادرای بیچارمون هیچ وقت ممکن بود مثلا به قول شیرازی ها ما رو پنجیر، به قول شما ویژگون بگیرن یا یه توسری بزنن، ولی هیچ وقت تنبیه آنچنانی نکردن. در آمریکا این چوب ها رو میفروشن. ببینید چه به سر این مرد بیچاره میاره. میگه 11 تا دیگه باید بخوری، دیدی که قبلش هم قرمز بود. ولی به نظر من دفینتلی اینا مریضن، این آقا و خانم یه چیزشون میشه. میدونید که توی فارسی هم داریم آدمای مازوخیسم یا خود آزار، حتی یه سری ویدیوهای از ایران اومده بود بیرون که طرف خودشو از طبقه چندم مینداخته پایین و اینها، و اون هم بماند. من اون روز راجع به مسافرت به نیوجرسی صحبت کردم، الان یه سری از تول، نمیدونم تو ایران چی میگن، ما نداشتیم طرفای شیراز و اینها، کرج فقط تهرون وقتی میمدیم، کرج یه جایی مثل که یه اتوبانی بود با پول میدادیم، اصلا یادم هم نیست چقدر بوده. ولی با وجودی که اینجا الان یه سریشو بستن، یعنی مجانی شده، حالا 4 دلار بالتیمور اینجا و 4 دلار 8 دلار فلان اینا، اونم شما اضافه کن. ببینید من با یه ماشین سواری، کامیونا که بیچاره میشن تا برن، با یه ماشین سواری رفتم نیوجرسی، با یه ماشین دیگه برگشتم، 36 دلار و نیم فقط پول اینایی رو دادم که باز بودن تول. یکی به من بگه که به فارسی بهش چی میگن، حق و عبور میگن، نمیدونم. میدونید که اصلش اینه که یه شرکت های خصوصی اینجا دار میسازن، بعد میگه مثلا ما 20 سال 50 سال 30 سال از مردم اینقدر پول میگیریم، و اونا مردم اجازه دارن برن پول بدن از این جاده، یا برن از چراغ خطر رو دور بزنن اینها. و شایع شده بود که تو کانادا آقای رفسنجانی نمیدونم هایوی یا اینا رو داره، که وقتی من رفتم اونجا عوارض جاده، بله دوستمون گفت آقا این مزخرفات چیه، این جاده نمیدونم سالها اینجا بوده و فلان اینها. بعد حالا آقای رفسنجانی گیرم که اون جاده رو داشت، و گیرم که اینها اینقدر احمق بودن همه رو به نام خودشون انجام میدادن که شما بتونی بری تحقیق کنی و تو فرمولا بیاد بیرون. حتی آقای شهرامان خیلی عوض شده دوستان، جدیدن بیشتر واقع‌گرا شده، میگن عوارض اتوبان. به نظر من این باید هزینه اتوبان باشه، حالا عوارض و اینا، ایستگاه عوارضی هنوز هم هست. بله شهرام همایون اولا الان مثل اون وقتا نیست تا یه لیستی براش میفرستن بیاد بگه آقا یادمه یه چند وقت پیش آقای حقا برای من یه لیست فرسته بود، سرب جان این لیست رو دیدی؟ گفتم چیه؟ گفت که لیست مثلا 60-70 نفره که تو ایران اینقدر پول دادن. من نگاه کردم نوشته خامنه ای اینقدر میلیارد به سرش، اینقدر میلیون اینا. اومدم خب چون چیز بود، ادوبی بود، ادوبی اکروبات، این ادوبی اینا میدونی اینا همش اسمای قدیمی، هم ادوبی بکنم مثل خشته، خشت خام که روش مینوشتن، مثلا تبلت یعنی چی بهش میگن، لوحه اینا، اگر برید ترجمهش نگاه کنید اینجوریه.
کاغذی که فرستاده بود چون تو ادوبی بود، من تو ادوبی بازش کردم، بعد اسم خود آقای حخا رو، اون اسم حقیقیش فتح الله یزدی فلان، رو اضافه کردم و کلی پولم نوشتم. بعد گفتم آقا این که برای من فرستادی نگاه کن، نفر هشتم مثلا اسم خودته. بعد گفت اینو کی درست کرده و فلان اینها. گفتم اینو همون کسی که اونو درست کرده. و یعنی شما فکر میکنید بعد از ماجرای پولای شاه که هنوز معلوم نشده چقدره، این آخونده اینقدر احمقن که قشنگ با شناسنامه خودش بره پاسپورتشو بذاره تو بانک، آقا دوچه بانک یه اکانتی برای مشتبه باز کن، دوچه بانک یه حسابی برای این باز کن، برای حاج خانم باز کن، تو این اینقدر میلیارد یورو بریز، آقا شرکت درست میکنن اینا. بعد تازه همین آقای قلی‌زاده توضیح میده که اینا به چه سادگی پاسپورتای مختلف با اسمای مختلف میگیرن، شناسنامه مختلف بر اساس اون شناسنامه پاسپورت مختلف، با اون پاسپورت ها میان حسابای بانکی باز میکنن. یعنی بنده اگر اینجا اسمم سوربیه، میام همه کاره هستم دیگه تو ایران، یه شناسنامه میگیرم که اسم من مثلا سجادیه، اسم من سامیه، هم کلاسی داشتیم سامی بهش گفتیم شامی، چقدر عصبانی میشد، اسم من آقای اکبریه، و بلند میشم میرم با اون پاسپورت میگیرم، با اون پاسپورت میرم آلمان حساب باز میکنم. و تازه اینا حقیقی باشه. آقا حقیقی چه کار کردید؟ همین آقای همایون اون روز وقتی این آقا باهاش مصاحبه میکرد، آقای قلی‌زاده، مگه حالا خوب شد شما اینو گفتید، من همیشه میخواستم اینو بگم، مگه کسی احمقه که با حساب خودش؟ آقا شما تو این شهری که من هستم 75 دلار میدی یه شرکت با مسئولیت محدود درست میکنی، LLC Limited Liability Corporation، 75 دلار به اونا میدی، خودت رو کامپیوتر میزنی میگه آقا 75 دلار میفرسی برای SCC State Corporation Commission. بعد دیگه من هر جا میرم لازم نیست بگم من سوربی هستم، میگم شرکت ABC. کی میتونه براش امضا کنه؟ سوربی. ولی شما وقتی بری تو حسابا نگاه کنی، حتی اگه همسرت تو بانک کار کنه، اون نگاه کنه که نمیتونه سوربی رو ببینه اونجا، اون ABC LLC میبینه. نکنید این کارا رو، این کارا نتیجه نداشت، یه کاری کنید که نتیجه داشته باشه. خب میدونید در رابطه با بیل گیت خیلی چیزا گفتن الان، بله میگن پول شاه را شخصی به نام بهبهانی میگذاشت تو بانک سوئیسی. خب خدا پدرت بیامرزه. بعد میرن سیف میگیرن، صندوقای امنیتی هست که چی میگیرن، بعد یه شرکتایی هست به اون شرکت ها میگن میذاریم تو تراست اکانت. یعنی ببینید آقای مانی، من و شما میخوایم یه ماشین خرید فروش کنیم، حتی این روزا که مردم به هم اطمینان نمیکنن، میگم آقا من ماشینمو میخوام به شما بفروشم، ولی مطمئن نیستم این چکت درست باشه، شما چکتو بده دست وکیل من، منم ماشینو میدم دست، یا یه نفره که دوتامون قبول داریم، شما میذاری اونجا. بنگاه ها این کارو میکنن دیگه. شما چرا میری تو بنگاه معامله میکنی؟ چرا میری تو محضر معامله میکنی؟ چرا کمیسیون میدی؟ چرا پول تمر تو ایران تمر باطل میکنن میدی که بعدن اونها مسئول باشن؟ اگر تو این رد و بدل و تبدیل و تعویض اشکالی پیش اومد، اونها مسئول باشن. در صورت خب اون به بهانی میرفته پول رو میذاشته، لابد بعد شاه بهش انقدر اطمینان داشته، یا بعد اون خورده فلان و از اینا بود، انقدر آدم ها بودن که خوردن، انقدر شرکت ها بودن که بعد که دیگه شاه مرده و خانواده‌اش هم اینجوری در به در شدن، پولاشون رو خوردن. ولی با همه اینها میگن اون حساب تراست که میلیاردیه و آقای انصاری راجع بهش صحبت کرد، اون حالا سال 2021 باز اوضاع خوب بشه باز صحبت کنیم، اونا رو هم میتونیم به اصطلاح نگاهی داشته باشیم. ولی باید آدم احمق باشه. ترامپ همونجوری که آقای مانی خورسندی گفتن، فقط مجاهدین و سلطنت طلبا، اونم شاه اللهیا، دل بهش بستن و حالا میبینید که مثل برف یا هر چیزی داره آب میشه، وقتا لاستیک که میسوزوندن اینجوری سیاه میشد و میچکید، و چکیده های ترامپ داره میریزه رو سر اینها، یعنی زغالاش سوختهاش داره میریزه رو سر اینها. مجاهدین برای بهتر شناختنشون بهتر ویدیوهای کانون آوا رو نگاه کنید. ببو این دوست خوبمون که اسم خوبی هم انتخاب کرده، ببو ببووند. میدونید وقتی یک کسی مشنگ بود میگفتن بابا اینو ولش کن، این که ببوه. کسی که میره
خودش اسم میذاره ببو، یعنی این کسی که میدونه میفهمه و خودشو میزنه به نفهمی، میگه بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. میگه تازه اگر هم به اسم حقیقی حساب باز کند، هیچ بانکی اجازه ندارد اسم مشتری را فاش کند. خب حالا بگیم که من یه دوستی داشتم که داداشش کارمند بانک بود، همون اوائل انقلاب لیستی آورده بود و تماس میگرفت، خیلی ها به اونا تماس میگرفت، آقای فلانی شما که تو بانک انقدر پول داری و بهت نمیدن، من انقدر ازت میگیرم. میدونی اینا همیشه ببو اسم هندیست. بله ببو. خب این لامپی که من گفتم و اینا، دوستان این لامپه یادتون تو ایران میگفتن لامپ مهتابی، چرا؟ لابد نورش مثل نور شب بوده، مثل نور مهتاب بوده، که البته اونا هم الان عوض شده، دیلایت دارن برای بیمارستان، دارن لایت آشپزخونه، دارن لایت شاپ دارن و لامپای مختلف. من از روزی که تو هنرستان اولین بار این لامپ رو به ما یاد دادن که سیم کشیش چگونه است، خیلی متحیر مات شده بودم که کی به فکر این بوده که اون فلورسنت رو تو این درست کنه. بعد اولش میدونید که این اولش دوتا المانت روشن میشه تا گرم بشه، این که گرم شد اگر اون استارتر نباشه که قطع بشه، این منفجر میشه این لامپ. به خاطر همین یه استارتری بود که چلیک چلیک صدا می، دو سه تا چشمک میزد روشن میشد. اونو بعدن از بین بردن، به یه چیزی درست کردن به نام بالاست، مثل بال، مثل توپ بینیسین ولی بالاست، و اون خیلی سینکشی کامل تری داره، بیشترم الکترونیکی شده و دیگه شما مهتابی رو که واز میکنید توش اون استارتر رو اینا رو نمیبینید و این بالاست هست و تعمیرش اصلا مقرون به صفر نیست، چون شما میتونید اینا رو لامپ نوش و قابش و اون بالاستش و همه اینا رو جدیدش رو بخرید $10-12، در صورت که اگر فقط ترانس بهش میگفتیم تو ایران، ترانس تهناش رو بخواین عوض کنید $18، بعضی وقتا پاتون در میاد چون باید پول پست بدید براتون بیاد و اینها. و سیستمی که کار میکنه، حتی برای من که رشتم برقه، برای من که رشته برق رو تدریس میکردم تو هنرستان، یه مقداری عجیب بود و سر در نیاوردم، چون یادتون باشه رشته برق با الکترونیک فرق میکنه، این الکتریکال اون الکترونیکه، بعد به اون که میرسه دیگه من وای میسم و اینم برای من جالب بود. ولی یه سوالی که پیش میاد و هر سال ما اینجا درجه حرارت که میره پایین، حتما شما هم یه یخچال اضافه یه جایی دارید، یا توی گاراژتون یا توی بیسمنتتون، و این یخچال زمستون که میشه فریزرش درست کار نمیکنه. دارید همچین یخچالی؟ معمولا یخچالایی که یخچال و فریزر با هم هستن این اشکالو دارن، چون درسته که شما یه فریزر داری و یه یخچال، ولی دوتاشون از یه موتور استفاده میکنن، از یه کمپرسور، و دوتاشون از یه به اصطلاح ترمومتر درجه حرارت رو تنظیم میکنه، با وجودی که شما دوتا داری، ولی اون بالایی که تو فریزره فقط دریچه رو باز بسته میکنه. و بهترین کار برای این اینه که شما درجه سرد بودن یخچالتون رو در زمستون ببرید بالاترین، به حد اکثر برسونید، چون چیزا از سرد شدن زیادی ممکنه مثلا تخمه‌تون بشکنه، خب میبینید شکسته، یخ زده شکسته، ولی از گرم شدن و شما خبر نداشتن فاسد میشه، مسموم میشه، شما مسموم میشه. پس چیکار میکنید؟ اگر دیدید یخچالتون خاموش، فریزرتون چیزا نون میذارید، یخ گوشت میذارید نرم شده، اولین کاری که میکنید درجه یخچالتون رو ببرید روی ماکسیموم کولدس. این مثلا دیدید میگه وای بابا خیلی سردمونه، درجه رو ببر بالا، ببر پایین، اینا رو بعضی وقتا آدم گیج میشه توی بخاری و ایرکاندیشن و اینها، یخ میزنه خراب میشه. میگم که اقلا میفهمی خراب شده، ولی اون مخصوصا سبزی ها، در اصل این تنها راهشه. یه راه دیگه داره که شما اون قسمتی که لامپ اتوماتیک کار میکنه ورش داری، غیر اتوماتیکش کنی و یه لامپ توی یخچال روشن کنی،
درسته که درجه حرارت میشه اینجا مثلا 20، یخچال دیگه خاموش میشه، ولی چون داخلش میشه 40 روشن میشه و میمونه. اینا رو یوتیوب میتونیم، چون من این بلا سرم اومده بود اون روز نون گرفتم کات کردم گذاشتم و فردا که رفتم دیدم نونا هنوز نرمه، یادم افتاد که وقتی سرد میشه این مشکل پیش میاد. درجه یخچالتون رو روی سردترین بذارید. حالا میتونید فریزر اون بالاش دریچه داره که خیلی احمقانه دریچه رو گذاشته پشت همه چی، یعنی شما همه چی رو باید بریزی بیرون اون دریچه رو تنظیم کنی، مگر یخچالای خوب. ما چیزای ارزون داریم. درجه فریزر باید برد بالا. عزیز من دقت کن آقای خورسندی، ببین شما درجه فریزرت، ببین یخچال دو تا سیستم داره یا یه سیستم داره با دو تا تمپریچر به اصطلاح تنظیم کردن، این یک کمی کامپلیکیتده. و الا فریزرهای خوب و چیزهای خوب، بله شما میتونی اینو تنظیم کنی، اون جدا کار میکنه اونم جدا. من دارم برای آدمای فقیر و بیچاره میگم، برای آقای خورسندی نمیگم که همه چیش لابد درسته. برو خوبش رو بخر. ببین آخرش میدونستم به من این میگه، به خاطر همین گفتم ما فقیر بیچارا معمولا ارزونترینش رو میخریم. مصاحبه با خانم مهرناز موسوی ساعت 3 بعد از ظهر و من هنوز کلی چی دارم. ماجرای پتیک و سوال 2020 رو اینا رو پرسیدم، نوشتم که به نظر میاد حتی آخوندها هم به فکر تعویض قانون اساسی افتادن و بیچاره مردم آمریکا کمک برای بیکاری. این گفت $300 کردن $600، بعد ریپابلیک و دموکرات راضی هستن، فقط این الدنگ فاسد شارلاتان میگه $2000 برای که میخواد مردم رو به یه جوری باج سیبیل بده که جورجیا رای بدن، ضمن این که دروغ میگه، این میخواد همین جوری بکشه تا این مشکلات بیفته سر بایدن. همه اینا میدونستن. ویدیو درباره ترامپ قبل و بعد نشونتون دادم. آقای علی جوانمردی هم به نظر میاد دیگه توی صدای آمریکا هم نیست، رفته یه جای دیگه و همین جور به اون دروغای هر روزشو هر روز اینا دارن میرن و اینها داره ادامه میده. و من واقعا وقتی نگاه میکنم، 2 دقیقه نگاه میکنم بعدش دیگه نمیتونم. ولی نمیدونم شما هم به اصطلاح مثل من کم حوصله هستین یا حوصله بیشتری دارید، تحملتون بیشتره و میتونید نگاه کنید و تحمل کنید. بذارید من این عکس آقای دکتر جلالی رو هم پیدا کرده بودم، بله اینجاست، چون میخوام که از خانم موسوی درباره ایشون سوال کنم. و اجازه بدید با هم بریم به کجا؟ بریم به سوئد. سوئد هم یکی از جاهای، یه نفر نوشته بود اگر امروز کرونا از بین بره چه جاهایی رو شما دوست دارید برید، چه کسایی رو دوست دارید ببینید. بیشتری ها نوشته بودن پدر و مادر و ایران. خب یه بار دیگه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در این ایام. اجازه بدید که ما بریم سراغ خانم موسوی در سوئد. بله این صدای من خوشم نمیاد، این صدای نشون میده که اسکایپشون خاموشه، بعد میگه که با تلفن تماس بگیر، ضمن این که من بهشون گفته بودم با تلفن صدا خوب نیست با اسکایپ، ولی تصویرتونو از این عکس فیسبوک نشون میدم، چون بعضی ها سر کار هستن یه جایی هستن که نمیخوان به اصطلاح تصویرشون نشون داده بشه. حالا ببینم که اینجا براشون توی فیسبوک بنویسم. آره این زنگی که میزنه وقتی اسکایپ خاموش باشه اینجوری زنگ میزنه و صدای خوبی نیست. ولی بذارید اینجا بنویسم که زنگ زدم خاموش بود، روشن کنید لطفا. دوباره زنگ میزنیم ببینیم چی میشه. باید تو این کارا حوصله داشته باشید. و بله این صدا، نه این صدا رو اصلا به قول شیرازی ها دوست نمیدارم. نه بذارید از طریق فیسبوک من با ایشون تماس بگیرم، شاید روی فیسبوک بتونم با ایشون
صحبت کنم. آهان، حالا درست شد. بله، خانم موسوی. الو. بله بله، گوشی خدمتتون باشه. الو. بله بله. الو. بله بله، من صدای شما رو میشنوم. شما صدای منو ندارید؟ اجازه بدیم من مطمئن بشم که میکروفون ما هم صدا به. یه لحظه. یک دو صدا داریم. بله. اینجا. الو. خانم موسوی، من صدای شما رو دارم. بله بله، صدای شما رو دارم من. سلام. آها، خوب شد حالا. سلام، گوشی خدمتتون باشه. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. من به دوستان گفتم که شما تجربه دارید در این ماجرای کادر درمانی و اینها و مثلا. بله. صدای ما رو ندارین شما؟ من صدای شما یه ذره بریده میشنم. من صدای شما یه ذره بریده میشنوم. اگه چیزی اونجا روشن هست خاموش کنید، فقط اسکایپ روشن باشه. الان بهتر شد صدا؟ الان عالی شده. خیلی هم خوب. ضمناً صدای من مهم نیست که خوب باشه، مهم اینه که صدای شما برسه و دوستان به اصطلاح از اطلاعات شما استفاده کنن. دوستان عزیز، با خانم مهرناز موسوی هستیم از سوئد. سلام میکنم به ایشون، خوش آمد میگم و امیدوارم که روزهای بهتری در انتظارشون باشه و این ایام مبارک رو هم به ایشون تبریک میگم از هر دین و آیینی که هستن. فقط میخوایم که لطف کنن خودشون رو برای من و شما خیلی مختصر به اصطلاح معرفی کنن و بعد چند تا سوال ازشون بپرسیم. ضمن این که در حین برنامه اگه شما دوستان هم از خانم مهرناز موسوی سوالی دارید میتونید بنویسید، من از ایشون میپرسم، یا بعد از برنامه ایشون باز روی فیسبوک میان و جوابگو هستن. ضمناً اسم شما خیلی اسم زیبا و قشنگی هست، خانم مهرناز موسوی از سوئد. بفرمایید، با شما هستیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه خوب مردم تیوی سلام عرض میکنم و امیدوارم که ایام به کامشون باشه. و من مهناز موسوی هستم، همونجور که شما من معرفی کردید، من مهناز موسوی هستم از استکهلم سوئد. و اول از همه میخواستم صحبتم رو با تبریک به مناسبت این روزهای خوب و پر از شادی به مناسبت میلاد حضرت مسیح به هموطنان مسیح داخل و خارج کشور تبریک عرض بکنم. و هفته آینده که سال نو میلادی 2021 شروع میشه، امیدوارم که سالی بسیار خوب سرشار از موفقیت، سلامتی و صلح و دوستی برای تمام مردم جهان و به خصوص مردم ایران آرزومندم. بفرمایید، من در خدمت شما هستم آقای سوردی. خیلی ممنون. لطف کنید یه مقداری از خودتون بگید که توی ایران شغل شما چی بوده، امروز خانم مهرناز موسوی چرا در سوئد و در سوئد چه کار میکنن، تا بعد سوال کنیم راجع به این ماجرای کرونا و واکسن و اینها. من در ایران رشته تکنسیان اتاق عمل خوندم و حدود 8 سال کار کردم در چندین بیمارستان مختلف و در سال 2016 اقامت گرفتم اومدم سوئد. منم مثل خیلی از ایرانی های دیگه که چه در خارج و چه در داخل ایران عاشق مملکتم بودم، عاشق وطنم بودم و هستم. و ولی به خاطر شرایط مختلف، به خصوص شرایط سخت سیاسی و شرایط سخت فرهنگی و زندگی در ایران، ترجیح دادم که در کشور دیگه زندگی کنم و در حال حاضر سوئد هستم. در سوئد هم بعد از حدود 1.5 سال درس خوندن تونستم وارد رشته خودم بشم و اینجا هم در بیمارستان در همون رشته تکنسن اتاق عمل کار میکنم. خیلی خوشحالم که حالا جایی هستید که آزاد هستید و دوست داشتید و جایی تأسف برای جانم بفرما. میگم جایی تأسف برای صدای من داری؟ بله بله، صدای شما رو داره. جایی تأسف برای ایران و ایرانی که جوانهایی مثل شما که سرمایه مملکت هستید
اینجوری با این همه مخارج و با اون همه مشکلات پدر مادرها زحمت میکشن و موقعی که شماها باید به وطن خدمت کنید به خاطر مسائلی که واقعا نمیشه تحمل کرد مجبور میشین که بله جلای وطن کنید. بفهم سوالتون بپرسیم من جوابگو هستم. این ماجرای استراتژی و برنامه کادر درمان سوئد و مقایسه با ایران، چون سوئد یکی از کشورهایی بود که اول کاملا باز گذاشت همه چی رو و همه گفتن که ببینید خوب شد و اینها، بعد یه دفعه بد شد همه رو بستن، الان به چه صورته و اگر مقایسه کنید با ایران ممنون میشم. ضمن نظر شما در مورد خرید واکسن برای مردم ایران چی هست؟ بله سوئد همونجور که همه میدونن و شما هم اشاره کردین استراتژی ایمنی اجتماعی یا همون به شکل لغتی بخوام تلفظ یعنی ترجمهش کنیم ایمنی گله‌ای رو پیش گرفت، یعنی اینکه ترجیح دادن که تمام مردم کشور حداقل 70% مردم کشور به این ویروس مبتلا بشن، ولی استراتژیشون به این شکل بودش که در زمان مدت طولانی دچار این بیماری بشن که بتونن به اونهایی که خیلی وضعیتشون حاد میشه بتونن به موقع رسیدگی بکنن، و برای این مسئله اومدن از مردمی که میتونستن تو خونه از خونه کار بکنن درخواست کردن و با کارفرماهاشون اعلام کردن که افرادی که میتونن کاری دارن که میتونن از خونه کار بکنن مثل معلم ها به شکل غیر حضوری و طریق سیستم های اینترنتی بس بچه ها رو از داخل از خونه بهشون تدریس بکنن یا کسایی که کار کامپیوتری برنامه نویسی داشتن، ولی مسئله شامل حال ما که کادر درمان بودیم نمیشد. من چون خودم تو اتاق عمل کار میکنم بیمار عملهایی که میشد انداخت تعویق انداخت کنسل کردن و کادر درمان اتاق عمل به کمک پرسنل ICU شتافتن و ICU ما رو دو قسمت کردن، ICU کرونا و ICU معمولی. ما اوایلش خب مثل همه کشورها موج کرونا در یه مدت خیلی کوتاه بالا رفت ولی تونستن کنترل بکنن خوشبختانه. الان هم موج دوم هستیم ولی خیلی مثل کشورهای دیگه خطرناک نیست، ولی متاسفانه تو ایران اومدن روزه اول منکر شدن گفتن نه همچین چیزی نیست، ما تحت کنترل داریم، یه شهریه نمیدونم اول از قم شروع شد بعد شهر دیگه، بعد کتمان کردن ولی و متاسفانه الان هم یک جوری اعلام میکنن روزی 300 نفر 400 نفر که انگار فقط عدده، انگار حرف از جون آدمیزاد نیست و این واقعا جای تأسف داره. و چوری که ما الان توی بیمارستانمون داریم رعایت میکنیم، ما ماسک میزنیم، شیلد استفاده میکنیم، فاصله دو متری استفاده رعایت میکنیم بین همکارا بین مریض ها، ولی من عکسی از همکاری خودم تو ایران میبینم که کنار هم میشینن غذا میخورن صحبت میکنن عکس میگیرن میفرستن، و این عدم نظارت و عدم کنترل و عدم مراقبت صحیح مسئولین از نظر من که اگر اونها هم رعایت بکنن خیلی خیلی این تلفاتی که ما داریم میدیم که به شکل عدد مطرح میشه روزی 300-400 که فقط به زبون 300-400 و در واقعیت میدونم که خیلی بیشتر از این حرفاست خیلی کم میشه. در مورد استراتژی واکسن باید بگم که من یک سری حرفا میشنوم که واقعا جای تأسف داره که حرفای عجیب غریبی به خورد ملت داده میشه که اینا یه سری واکسنایی که اومده واکسنایی هستش که میخوان رو مغزا تأثیر بذارن و مغز مردم رو کنترل بگیرن، و جالب اینجا که خیلی از مردم این مسائل فکر میکنن و میپردازن و دست به دستش میکنن، در صورتی که من یه جا خوندم یه نفر نوشته بود ما باید تولید داخلیمون حمایت بکنیم و وایسیم واکسن داخلی بیاد، و من اصلا واقعا تعجب کردم این واکسن مگه خودروه که از یا مثلا لباسی که از تولید داخلی ما بخوایم حمایت بکنیم. من یک دوستی دارم که متاسفانه نمیدونم اسمشو بگم، ولی این شخص توی سازمان داروسازی کار میکنه و تو واردات دارو هستش، و اون میگه که همون دو سه ماه پیش میگفتش که اینا درخواست 25,000 دوز واکسن دادن که وارد کشور بشه ولی واسه خودشون،
و جالب هم اینجاست که من این چشمین به هیچ اوائل خیلی به اون هم موقع به حرفش اطمینان نکردم، ولی شب وقت پیش خیلی شایعه شده بود که رهبر جمهوری اسلامی مریض، حالش بده، خوب نیست. خیلی شایعه دست به دستی شده بود که این بعد از دقیقا اگه دقت کنید بعد از این که واکسن زدن واکسن توی کشورهای مثل آمریکا و بریتانیا شروع شد، بعد از این مدت کوتاهی ایشون اومدن برنامه گذاشتن برای بزرگداشت سردار سلیمانی و خانوادهشون و چند تا از افراد مملکت و دور خودشون جمع کردن اومدن صحبت کردن. به فاصله یک هفته بعدش اومدن در مورد روز پرستار تبریک گفتن. یعنی برای من اینجا سوال هستش، یعنی سوال که نیستش، قطعا روشنه که ایشون واکسینه شدن، اینا ایشون از جز کسایی بودن که واکسینه شدن و همینجا به موضوع پی بودن که اون دوست من که میگفت 25,000 دوز واسه خودشون درخواست دادن که وارد کشور بشه و واقعا شده. حالا این واکسن یا میتونه از واکسن یه مال باشه که مدرنا باشه یا میتونه فایزر باشه، ولی اینا واکسینه شدن. ولی در مورد واکسینه مردم میگن وایسی تولید داخلی بیاد، وایستید نمیدونم اتفاقات دیگه بیفته، حمایت داخلی بشه. بعد توی دیروزم که من خودم شرکت کردم در توییتر واکسن بخرید، واقعا باید واکسن خریده بشه و مردم باید واکسینه بشن. وقتی که رئیس جمهور وقت ایران میاد چند وقت پیش میگه که مردم ایران باید خوشحال باشن، ما تونستیم کشور ایران الان میتونه سلاح بخره، یک خبر به این مسخرگی رو میاره اعلام میکنه و میگه مردم ایران باید خوشحال باشن. من خطاب گفتم، نوشتم توی اینستاگرامم که سلاح اصلی واکسنه، مردم ایران به واکسن احتیاج دارن، باید واکسن خریده بشه، یک سلامت جامعه، حرف جونه، حرف انسانیته و امیدوارم که مردم از این مسئله حمایت بکنن. و وقتی واکسن اومد، من شخصا و قراره که به زودی توی سوئد شروع بشه واکسینه شدن، من شخصا واکسن بیاد حتما میزنم، حتما. خیلی ممنونم. من اتفاقا میخواستم از شما سوال کنم که خود شما چه کار میکنید؟ من در خدمت هستم. سوال بعدیتون این من از نظر من بود، حالا نمیدونم شما در آمریکا هنوز واکسینه شدین یا نه، آقای سوال خودتون. نه، اینجا شروع شده فعلا. نظرشون چیه؟ بله، شروع شده فعلا از بیمارستان ها و بعد قراره اونهایی که مسن‌تر هستن توی نوبت باشیم. و من خودم اتفاقا میخوام یه مقداری تحقیق کنم تا زمان وقت دارم، بعد ببینم بزنم یا نه. خانم موسوی یه فیلمی رو تو ایران نشون میداد که میگفت چه کسی اگه بیاد جلوی تلویزیون، من پیشنهادم بهتونه که حتما واکسن رو بزنید. باشه، چشم. ولی من، بله چشم، من مخصوصا چون سنمون بالاست، اتفاقا دکترم هم گفت که شما هم واکسن ها رو باید بزنی، هم اون واکسن شینگل رو هم بالای 60 و اینا که 64 اینا که باید بزنی. یه فیلمی رو تو ایران نشون میداد، گزارشگره میره و از مردم میپرسه، چون ما دیدیم که مثلا رئیس جمهورای اینجا، نماینده های مجلس اینجا جلو دوربین میان واکسن میزنن که مردم تشویق بشن. برای من خیلی جالب بود که میگه که چه کسی اگه واکسن بزنه شما اطمینان میکنید؟ میگه ما اطمینان نمیکنیم، واکسن هم نمیزنیم. یعنی مردم رو چجوری باید به اصطلاح قانع کنیم که اونها واکسن بزنن؟ این صدا تکرار میشه. بله ببخشید، مثل که یه چیزی اونجا روشنه. نمیدونم، کاش از گوشی استفاده کرده بودین که تأخیر اینجوری از بین میرفت، ولی مهم نیست، مهم اینه که ما از دانش شما استفاده کنیم. من یکم صدای شما رو بد دارم، ولی خب فکر اونجا که شما متوجه شدم قد دیدی که مردم چجوری میخوان متقاعد بشن که اونا باید واکسینه بشن. ببینید، مسئله که یکی از مسائل مشکلات ما تو ایران بحث خرافاته. صدای منو دارین؟ بله بله صداتون داریم، بفرمایید. مردم ما در ایران
خیلی خرافاتی هست. این خرافات هم از خود سازمان و از خود رژیم وارد کشور شده. وقتی که ما در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد همه بود ریاست جمهوریمون خرافات بود و حرفایی میزد که اصلا از هیچ آدم عاقلی در نمی اومد، نهایتاً الان خب این از آموزش پرورشی که ما توی مدارس چیزای خرافاتی زیاد یاد گرفتیم، ما چشم باز کردیم تو دوران مدرسه‌مون چیزایی که بهمون گفتن همه خرافات بود در مجموع. خب این از سیستم آموزش مزخرف آموزشی ما تو ایران شروع میشه. ولی اینکه بیان شروع کنن علمی به مردم یاد بدن، توجیه بکنن مردم رو و براشون توضیح بدن اصلا ویروس چی هست، اصلا واکسن چی هست، علتش چیه، بعد این همه هنرپیشه‌ها و هنرمندا و فوتبالیستای ما که یه روزی به ساز رژیمن یه روزی مخالف رژیم هستن و از فیلمایی که بازی میکنن و کاری که انجام میدن عشان مشخص هستش که کی مخالف رژیمه کی موافق رژیم هستش، اگر اونا مثلا بیان شروع بکنن واکسن زدن و اونا از این مسئله کسایی که مردم بیشتر بهشون اعتماد دارن، نه خودشون نه شخصه، چون طبیعتا اون واکسنی که میان به رهبر انقلاب میزنن و نمیان به من و شما بزنن تو ایران، به من و شما که اگه افرادی که تو ایران هستن، ولی افرادی که بیشتر مردم ازشون اعتماد دارن، همونجور که اونا موقع انتخابات میان شعار میدن که بیاد برین رای بدید، رای ما، اینم انگشت ما، اینم انگشت جوهری ما، اگه همونا بیان از این مسئله حمایت بکنن و اطلاع رسانی درست به مردم داده بشه، مردم اعتمادشون جذب بشه، خب این حتما. بسیار ممنونم از شما. من آخرین سوالم از شما اینه، چون یه آقای جلالی را هم توی ایران دستگیر کردن و الان شایعاتی هست، این ببخشید صدای اون چیزه رو باید ببندید، شما پروگرامی که دارید گوش میدید، بله اون تأخیر داره و ما به دوستان مینویسیم میفرستیم که لطفاً برای مصاحبه تمام چیزها رو خاموش کنید، ولی خود ما هم این اشکال رو داریم بعض وقتا. در صورت سوال من از شما اینه، دیدگاه جامعه سوئد نسبت به مردم ایران و رفتار رژیم ایران با مردمش چیه؟ اگه لطف کنید یه مقداری هم در رابطه با دکتر جلالی که الان یه آقای دو ملیتی ایرانی سوئدی هست که در ایران بازداشت هست و بعضیا نگران جان ایشون هستن، خیلی هم میگن ایشون رو میخوان مبادله کنن. بفرمایید. آقای سوربی، من متاسفانه چون صدای شما رو از طریق گوشی بد میشنوم، از فیسبوک هم یه ذره گوش میدم اگه صدا پخش میشه. بله، من دیدگاه مردم سوئد نسبت به مردم ایران این هستش که مردمی بسیار بسیار سخت گوش هستن، مردمی هستن که وقتی که وارد جامعه های اروپایی، وارد جامعه خارج از کشور میشن، خودشون رو به زود خیلی زود پیدا میکنن، تو رشته های خیلی خوب خودشون رو جا میدن، کار میکنن و بسیار برای جامعه مفید هستن. ولی از طرفی دیدشون نسبت به رژیم ایران این هستش که رژیم ایران رفتاری نشون میده که مردم تحصیل کرده ایران خودشون مجبور بشن مملکت رو ترک بکنن و نتونن تو مملکت وایسن و در مقابل این رژیم مقاومت بکنن و در مقابل این رژیم وایسن بگن که بابا این چه رفتاری هستش و باعث میشن که مردم متاسفانه قطع شد، فکر کنم از بیرون هستن و اگر توی محیط بیمارستان و اینها باشن که دیگه وام و کافات چون الو
الو دوستان، عذر میخوام. این بارها بهتون گفتم برنامه های زنده با همه محاسنی که داره معایبی هم داره. یکی از عیباش اینه که به اصطلاح ارتباط شما یا اینترنت بستگی داره به اون محیطی که اونجا هستید. اگه تو محیط بیمارستان باشید که حتما دیدید دلیلی که میگه از سلفون استفاده نکنید اونجا برای اینه که خیلی موجای مختلفی اونجا هست و اینها نه برای صداش هست. و خب این دوستمونم بالاخره مجبورن کار کنن، احتمالاً اونجا هستن. حالا اگر ارتباط وصل بشه باز صحبت میکنیم. من میخوام یه مقدار. الو صدای منو دارید شما؟ گفتم بهتون، ایشون گفته بود که با تلفن. من ازشون خواستم که با اسکایپ صحبت کنین. خانم موسوی شما صدای ما رو دارید؟ نه، به نظر میاد که اینجا نشون میده وصلیم ولی دوباره میزنه. سعی میکنم حالا توی برنامه دیگه احیانا به اصطلاح سال 2021 با ایشون باشیم یا یه برنامه کاملا. بله ایشون هم میگه من تماس میگیرم ولی نمیشه. بذارید من ببینم از طریق فیسبوک. بعضی وقتا اسکایپ مشکل داره چون اسکایپ مثل زوم اجازه داد همه ازش استفاده کنن. اینایی که مدرسه و اینا هستن الان بار زیادی روی اسکایپ گذاشتن. خانم موسوی صدای منو میشنوید شما از طریق فیسبوک؟ بله. اتفاقا من امروز گفتم چون ایشون میگه با تلفن، کاش من با فیسبوک. حالا دلیلی که ما میگیم فیسبوک و اسکایپ اینی که بارها بهتون نشون دادم اینها سیستم صدا میاد تو بلندگوهای اصلی و مستقیم میره تو کامپیوتر، در صورتی که اگر با تلفن و اینها باشیم با این میکروفون های کوچیک، چون ما دیگه الان سال هاست اون تلفن بزرگ از روی میز و اینا برداشتیم. حتما شما هم توی خونه هاتون این اشکال رو داری. آها بله ببینیم. حالا من تماس میگیرم. این همینه دیگه، برنامه های مختلف و زیاد و متاسفانه ما انسان ها کمتر میتونیم با هم تماس بگیریم. یه بار دیگه. ببینید اسکایپ ما زنگ میزنه اونجا، احتمالاً اینا نمیتونن وصل کنن. خب اصلا اینجا هم نوشت که ایشون unavailable، یعنی خب ما اونو میبندیم با فیس تایم تماس میگیریم. من میخواستم راجع به دکتر جلالی چون ایشون سوئدی ایرانی هست صحبت کنم. الو بله بله صداتون دارم. خوب شد. خب من الان شما رو صدا رو از فیسبوک دارم. من عمدن با فیسبوک تماس گرفتم چون گفتم به دوستان اسکایپ تماس نمیگرفت وقتی زنگ میزنه. خب این سوال رو من تکرار میکنم که خیلی خوشحالم که دیدگاه سوئدی ها به نسبت ایرانی ها اینجوری هست. متاسفم که ایرانی ها مجبورن بعد از این همه زحمت و اینها بلنشن برن اونجا توی اون هوایی که ممکنه دوست نداشته باشن و اینها کار کنن، ولی ایرانی ها هر جا رفتن با به اصطلاح سخت کاری و کوشش نشون دادن که جامعه موفقی هستن. اگه شما لطف کنید راجع به آقای دکتر جلالی مقداری برای ما بگید ممنون میشم، چون من خانواده اینها رو گوش میدادم. بعضیا بهشون میگن خب نرید ایران و خیلی ها میرن و میان گرفتار نمیشن و یکی از اینا میگه که خب این اتفاق ممکنه یه بار براتون بیفته و اون یه مرتبه‌ای که براتون میفته شما اسیر میشین. شما چی میدونید درباره آقای دکتر جلالی و ماجرای دستگیری و زندانی بودن ایشون در ایران؟
یک مسئله که برای من خیلی جالب بود، این موضوعی که برای آقای جلالی بود، اولین بار من از همکار سوئدی شنیدم. یعنی یه روزی که من رفتم سر کار، بهش من گفتیش که شنیدی میخوان آقای جلالی رو اعدام بکنن، گفتم که خیلی هم مضطرب، گفتم که آره حالا آروم باش. گفت آخه این واسه چی رفت ایران، واسه چی وقتی که میدونن که رژیم شما این شکلیه، واسه چی رفت ایران؟ بعد من گفتم که ببینید مسئله اینه که از نظر من، حالا من اینو برای شما بیشتر بازش میکنم، از نظر من همون جوری که آقای روح الله زم رو اینها به یک شکل دیگه کشوندنش عراق و از اونجا دستگیرشون کردن بردن، نظر شخصی من با فکر با این چیز اتفاقاتی که تو ایران میفته و اینا به شکل مختلف از ترکیه دستگیر میکنن میبرن، میدوزدن میبرن، در حقیقت از عراق میدوزدن میبرن، از دیدگاه من به این مسئله اینه که اینم یه تله بوده، این میتونسته یه تله باشه که به بهانه مدیریت بحران، چون سواد آقای جلالی در این مسئله بالا بوده، این مسئله باعث شده که مثلا ازش از این مسئله سوء استفاده کردن و اینو ایشون رو به این بهانه کشوندنشون ایران. این تعبیر شخصی منه و خب ایشون هم دوست داشتن به مملکت خدمت کنن، با وجود اینکه این مملکت این حکومت بهشون خدمتی نکرده، ولی خواستن از حکومت به این مملکت به مردمشون در حقیقت خدمت بکنن و این مسئله اتفاق افتاده. این دید منه. حالا اینکه مثلا آدم یک در هزار دوچار مشکل میشه و اینا، خب بالاخره ما هممون از ایران اومدیم بیرون، ولی دلمون برای اون دورانی که تو ایران بودیم، دلمون برای مملکتمون تنگ میشه و خب آدم یه موقعی ریسکو میکنم، من حالا ریسکو نمیکنم، ولی خب این ریسک پیش میاد. من تدبیر من از رفتن آقای جلالی به ایران این بوده. حالا امیدوارم که برگردن، واقعا به آغوش خانوادهشون برگردن، چون خیلی خیلی رنجاور این مسئله وقتی که آدم میبینه که گروگانگیری میشه و در ازاش آدمایی رو میگن آزاد بکنید، که ما ایشون آزاد بکنیم واقعا سخته. بسیار ممنونم از شما. من به دوستان موقعی که تلفن اشکال پیدا کرد گفتم که امیدوارم در سال نو، سال 2021، با خانم موسوی بیشتر باشیم، حتی اگر به صورت هفتگی چیزی شما بتونید برنامه بذارید برای دوستان و اونها رو متقاعد کنید. امیدواریم که در ایران این واکسن رو بخرن و با کمک دوستانی مثل شما و اطلاعاتی که میدین مردم آگاه تر بشن و استفاده کنن. من بازم از شما ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و با ما بودید. برای شما و خانوادتون بهترین ها رو در این سال، این سال آینده آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستید سالم باشید و اینجا رسم ما از دکترها، از پرستارها، از تمام کارکنان به اصطلاح ادارات بهداشت و بیمارستان تشکر میکنیم و من به نوبه خودم از شما ممنونم که در خط اول واقعا خیلی قشنگ گفتید با این کرونا دارید مبارزه میکنید و میجنگید. دست شما در نکن از این وقتی که به اختیار من گذاشتید و من امیدوارم که واقعا همه دست به دست هم بدیم، از این مسئله حمایت بکنیم، واکسن خریداری بشه و همه خودشون رو واکسینه کنن، به تفکرات خرافی اصلا گوش ندن و برای خودشون چیزی که حقشونه بخوان و مطالبهش بکنن. روزگار بر شما خوش باشه و امیدوارم سال خوبی برای هم شما و همه بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون باشه. از شما ممنونم، به امید دیدار. مرسی. همچنین مرسی. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با خانم مهرناز موسوی بودیم از سوئد. من صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم، ولی همین اسمی که خیلی هم زیباست، همین رو توی فیسبوک به اصطلاح تایپ کنید، میتونید با ایشون در تماس باشید. ولی من ازتون خواهش میکنم، مخصوصا به خاطر کاری که ایشون دارن، احتمالاً وقت آنچنانی ندارن برای کل کل کردن در مورد مسائل دیگه. اگر چیز مهمی درباره کرونا یا سوالی هست بپرسید کوتاه، تا ایشون هم مفید و مختصر به شما پاسخ بده. و آقای خورسندی میگه تنها کشوری که در صد و خورده کشور هنوز اسمش نیست، اسم ایران هست برای خرید واکسن.
گویا یه پولی رو هم که سازمان بهداشت جهانی میده اون رو هم به خاطر اینها به اصطلاح عدم مدیریت و بی‌لیاقتی اون رو به موقع نگرفتن و از بین رفته. این رو من دیشب شنیدم و آقای خورسندی به من پیشنهاد میکنه که برو خوبش رو بخر. خب اگه شما میومدی برنامه میذاشتی به مردم میگفتی کدوم یخچال خوبه، ما نمیرفتیم این آشغالا رو بخریم، امروز یخچالمون خراب باشه، از اون ورم وضعمون خوب نباشه بریم یکی دیگه شو بخریم. دوستان تلویزیون مردم حمایت کنید. امیدوارم که این ایام کریسمس و بعدم شب ژانویه و سال نو اینا همه به خوبی سالم سلامت طی بشه و ما اولین برنامه آن میشه جمعه. عجبا این دو سه بار تا حالا اتفاق افتاد در این 22 سال که کریسمس و چیز همیشه یه هفته فاصله دارن، بعد درست ما دو روزش رو مجبور میشیم بیایم سر کار. امروز پسر من به من گفت که میای اینجا با هم شام بخوریم، گفتم که کار دارم بعد از شام میام، بعد از برنامه میام. گفت که عجب رئیس بدی داری، رئیستو عوض کن. یه نگاه تو آینه کردم گفتم درست میگه. در هر صورت اول ژانویه هم میشه هفته آینده جمعه با شما خواهیم بود. اگر هفتگی کمک نکردید، ماهیانه کمک نکردید، سالیانه کمک میکنید، الان آخر سال 2020 هست، کمک کنید. اگر اول سال کمک میکنید 2021 هم میاد، یعنی دیگه هیچ عذری موجه نیست. من هنوز اینجا خیلی چیزا رو نوشتم که با شما بگم، ولی باید یه برنامه 2 ساعته بذارم تا اصلا کامپیوتر و اینها رو با شما به اصطلاح بشینیم تمیز کنیم. آقای کاووسی طبق معمول هیچ وقت تا امروز حرف مثبتی درباره مهمونای برنامه نزدن. امروز هم نوشتن که خانم دکتر، خرافات از زمانی که شما به دنیا اومدی شروع نشده، خرافات در تاریخ ایران همیشه بیشتر از الان بوده. اوکی. آقای به اصطلاح بابو نوشته که خانم موسوی دو موضوع مطرح کردن، اولی به رهبر واکسنی زدن که متفاوت است و آن واکسن را به من و شما نخواهند داد، مگر واکسن مخصوص رهبری و غیر رهبری وجود دارد. دوم خرافاتی بودن مردم. بذارید من قسمت اولش بگم. میدونید اینجا ترامپ مریض شد، کووید گرفت، رفت بیمارستان، ولی چیزایی که به اون دادن معجون، اصلا اسمشو گذاشته بودن معجون، معجونایی که به اون دادن فرق میکنه. و حتی جولیانی وکیلش مریض شد، گفتن فکر نمیکنیم معجونی که به ترامپ دادن به اون دادن، حتما یه چیزایی هست. حالا ممکنه واکسن نباشه ولی معجونایی هست که برای اینا هست. شما گاهی وقتی نگاه کنید اینایی که حالا این که نه، این همش داره گلف بازی میکنه، ولی رئیس جمهورای درست حسابی که داشتیم بعضی وقتا آدم در شگفت میمونه که اینا چجوری این همه ساعت کار میکنن. حتما یه داروهای مخصوص، ویتامینای مخصوص اینها هست که برای از ما بهترون ساختن. دوم خرافاتی بودن مردم. خرافات در اکثر مردم جهان هست، حتی کشورهای پیشرفته، اما وقتی پای مرگ و زندگی در میان باشد حتی خرافاتی ترین ها به دکتر مراجعه میکنند. اتفاقا این تبلیغ ها بیشتر از طرف مدعیان آگاهی حتی کشورهای مترقی میباشد. همینجا تو آمریکا افرادی که با ترامپ همزبان و همگام بودند و میگفتند این کلکه و این دروغه و این دسیسه هست، خودشون زودتر میرن الان میزنن. یکیشون همین عوضی مال کوبایی هم هست اصلش. ببینید اگر این نژاد پرستی و اینا را بیفته، ما دیگه نمیگردیم دنبال اسم مارک روبیو، فوری میگیم کوباییه. یعنی این چیزیه که ترامپ میخواست اینو اینجا ترویج بده. دوست عزیز، میخواست اگر یه جایی یه نفر میگه سوربی، فوری بگن این ایرانیه هستا، اینجوری بگن، نگن اون سوربی هست که اومده اینجا رو ساخته، اون سوربی هست که اومده بچه تو رو درس داده، اون سوربی هست که اومده این خیابون رو تمیز کرده. اینجوری نگن، بگن اون سوربی هست که خارجی هستا و شما دوپایی که هیچی، با سر افتادید تو دام ترامپ. هر کدوم از طرفدارای ترامپ حاضر هستید از امروز تا هفته آینده وقت دارید، فکر کنید مهمون من باشید، یه ایمیل یا یه تلفن. تلفن ما این هست 6
202 ایریا کد واشنگتن 695-2573 تکست تلفن پیام بذارید باهاتون تماس میگیرم یا ایمیلمون info@mardomtv.com. بعد خیلی شماها دقت میکنید، مخصوصا اولا از ماندانا خانم ممنونم که یه پیامی گذاشتید، ولی چون نپرسیدم که اجازه دارم پخش کنم یا نه پخش نمی کنم، براتون ایمیل میزنم اگه خواستید هفته آینده. و دوستان شما لطف کنید اگر پیام میذارید، اگه نمیخواین پخش بشه همون اول کار بگید این پیام برای خودته و نمیخواین تو برنامه پخش بشه. این از این. سال نو خوبی داشته باشید خانم ماندانا، ممنونم. و دو نفر از من پرسیدن که آقای سوربی جراحی چشم انجام دادی، اون لیزیک، یا میدونی تو این سن و سال که میرسید، وقتا تو ایران میگفتن چشمش آب مروارید آورده، دو تا آب هست، یکی آب سیاه یکی آب مروارید، یکیش کاتاراک، یکیش گلوکوما، یکیش خوبه یکیش بده. کاتاراک خوب که هیچ کدومش نیست، یکیش بده یکیش بدتره. و من خوشم اومد که اینقدر شما دقت میکنید. نه، من اون کاتاراک 64، حالا باید بریم، مادر من 80 سالگی عمل کرد، و لنز کانتاکت لنز، همین لنزای معمولی، و اگرم خواستید بخرید ارزون ترینش این هابل یا هابل، این اسم یه دونه از این چیزایی هست که کرات رو نگاه میکنن، احتمالاً اسم یکی از ستاره شناس هم هست که رو این گذاشتن. حسن این کانتاکت لنزا اینه که شما صبح میذاری شب درش میاری میندازیش دور، دیگه نگران تمیز کردن پروتئین و نمیدونم شستنش و فردا صبح که میذارم بیرون تو باشه و اینا، نه، روزی یه دلار هم خرجتون میشه. این روزی یه دلار به جای اینکه کافی از استارباک بخورین، کافی رو تو خونه یا 7-11 اون تفاوتشو بدید لنز. تازه اون لنزا همچین هم ارزون تر در نمیاد، لنزای 30 روزه هست، اینا هست که بله اینا هر کدومش برای 30 روزه، ولی دروغ میگن، 2 هفته هم دووم نمیاره، هر جورم مراقبتش کنید یا پاره میشه یا کربش، اون انحناش خراب میشه، از چشم میفته بیرون. در صورت اینه، و چقدر آدم راحت میشه وقتی لنز میزنه، دوباره آزاد میشه از اون عینک، سرتو میاری پایین میفته پایین، رانندگی میکنی اینجا رو نمیبینی، باید اینجوری اینجوری کنی، میخوای یه چیزی بخونی اینجا رو نمیبینی، حالا ما که 3 قسمتیه، اینجا رو داره و اینجا رو داره و اونجا رو داره، بماند. در صورت بله این کانتاکت لنز هست، ما تو ایران فقط میگیم لنز، دیگه کانتاکتشو نمیگیم. نه جراحی نکردم و به من گفتو نه چون آستیگما دارم نمیشه، ولی الان با آستیگما هم میشه جراحی کنه. یک بار دیگه از مهمان برنامه تشکر میکنم، خانم مهرناز، من اول فکر کردم مهناز هستن، مهرناز. آقا خورسنده میگه آقا عینک بزن، من عینک میزنم لاغر نصف دماغم رو پنهان میکنه. آقای خورسندی پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد در این موقعیت بد جهانی، در این آمریکای بد ترامپی. از شما ممنونم که خنده‌ای بر لب ما آوردی، همینجا ازتون خداحافظی میکنم و به امید دیدارتون در جمعه هفته آینده. روز روزگار بر شما خوش، مرسی که با ما بودید.